همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. مهمون امروزی آدمی که خیلی وقت واقعا دنبالش بودم که باهاش صحبت بکنم و خیلی هیجان دارم که بالاخره این دعوت ما رو قبول کرد به این برنامه، چون یکی از بیشترین سوالایی که توی این پادکست من از طرفدارا و شنوندای میگیرم در مورد روابط جنسی و کلا رابطه است و من که زیاد چیزی حالیم نیستش و با شما دیگه هر چی میدونستم بلد بودم در میون گذاشتم، ولی فکر کنم خیلی خوبه که یه سکس تراپیست واقعی بیاد با ما امروز صحبت بکنه و نظرات ایشون رو واقعا بشنویم که چجوری میتونیم این توی سکس لایفمون یا توی رابطه عاطفیمون میتونیم بهتر باشیم. مثل همیشه اگه دوست دارین دنبال کاری من باشین توی سوشل میدیا با هندل @kingram KINGRAAM توی اینستاگرام، تویتر، تلگرام و بخصوص یوتیوب، تو رو خدا برین سابسکرایب کنین به اون یوتیوب، اون تنها جایی که واقعا مانیتایز میشه و ما یه چیزی شاد به اون برسه. و اگه دوست داشتین یه دونیشن کوچیکی به گوفاندمی بدید میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید. بیت کوین که دیگه انقدر گرون شد که دیگه نگین که اصلا سکته میکنم. مهمون عزیزم امروز دکتر نازنین معالی، امیدوارم درست تلفظ کردم، خراب نکرده باشم فامیلیتو نازنین. نه اتفاقا اولی خب خودم اشتباه اسپلش رو غلط کردم، معالی بوده اول، یکی نوشته معالی دیگه معالی مونده. من مطمئن بودم اینو گند میزنم. نه از کجا میدونستین اسپلینگش اینجوری بوده؟ چقدرم خوشحالم که اومدم پادکست شما قبل از اینکه شروع کردین ثبت کردن گفتم بهتون، میگفتن چقدر ایمپرسم که چقدر شنوندگانتون دوستتون دارن، چقدر مطالبتون جذاب و خیلی انگیجینگ بود، واسه همین منم خیلی خوشحالم که اینجا. مرسی نازنین جون، حالا کلی باید حرف دم، کلی باید کار، امیدوارم که یکی دو ساعت خالی کرده باشی که سرتو درد بیارم. من فقط می‌خواستم بگم که اگه دوست دارین کارهای نازنین رو دنبال کنید توی آنلاین، توی سوشال میدیا هندل اینستاگرامشون هست @sexologypodcast sexologypodcast و وبسایتشون هم هست sexologypodcast.com و در ضمن یه لینک تری هم دارن که اونجا لینک تمام بلاگ و سایت و اینستاگرامشون هم هست، اونم اگر سر بزنید همه چیزایی که لازمه. از الان باید یه هشدار بدم نازنین، تو بعد از این اپیزود انقدر پیغام خواهد گرفتی. Rest in peace to your inbox. لینک تریشون هم هستش، لینک تری میشه linktr.ee/oasis2care OASIS2CARE. من در اصل لینک همه اینا رو بازم توی دیسکریپشن میذارم و دیگه همین دیگه، فکر میکنم همه رو گفتم. و خیلی خوش اومدی نازنین جون به برنامه مست. من نمیدونم تو مشروب میخوری یا نمیخوری، من معمولا من مشروب میخورم، نگفته بودی ولی خب منم نریختم. اشکال ندارم، من به جای جفتو میخورم همیشه. یه سری رفتم ویدیوتو نگاه کردم ندیدم مشروب بود نبود، اینا مطمئن نبودم قضیه چیه. نه همیشه من دستم متاسفانه بوربن هستش، for better or worse. ولی من نازنین، من میگم بیام از صاف بالا شروع کنیم، از سوالای ذره راحت‌تر رو و من یه مقدمه ای ذره بدم در مورد خود پادکست من. و یکی از دلایلی که فکر میکنم خیلی شنونده پیدا کرد به خاطر این حالتی بود که من اومدم خیلی راحت با حالت خیلی آسیب‌پذیر و والنربلی در مورد مسائل زندگی خودم صحبت کردم، چه از سکس لایف هم بوده، چه از اعتیادایی که داشتم، چه مشکلات که توی خانواده و دوستان و همه اتفاقای تراژیکی که برام افتاده مینی. و یه جوری سعی کردم بیام شروع کنم صحبت کنم در مورد موضوعاتی که نسبتاً تابو شاد باشن توی فرهنگ ما، و این دیالوگ باعث شد که به بقیه هم این شجاعت بده که اونا هم بیان درد دل بکنن، اونا هم بیان با همون صحبت بکنن و در میون بذارن مسائلشون. و همینجوری که خب پادکست رفت جلوتر،
چیز جالبی که شد این بود که هر چقدر من لختر می شدم آدینس من هم لختر می شد از لحاظ احساسات و عاطفی و خب خیلی چیزا با هم در میان گذاشتم و می دونی در مورد مسائل روابط جنسی خب توی ایران ما یه تاریخچه ای از یه سنت و فرهنگای خیلی محافظه‌کار و یه ذره شاید حتی مذهبی تا یه حدودی جاهایی داریم، یه ترسایی هست، شرم خیلی زیادی هست دور و بر این مبحث و من دوست داشتم که یه ذره سعی کنم این دیوارا رو بشکنم، این دیوارای شرم و ترس و از این بحث و این صحبت. و خب خیلی بچه‌ها سر کردن صحبت کردن، خیلی بچه‌ها از تو کامیونیتی LGBTQ میدونی زن و شوهرها مام باباهایی که این پادکست، من فکر نمی‌کنم مثلا مام بابا این پادکست رو گوش بده، ولی اونا هم خیلی آدمایی که شروع کردن با هم درد و دل کردن. خیلی از بچه‌هایم که با هم درد و دل کردن آدمایی بودن که قربانی خشونت جنسی بودن. در مورد همین موضوع میتو تو ایران چند نفر اومدن با هم صحبت کردن و خب خیلی این بحث بزرگتر شد اصلا از چیزی که من هیچ وقت تصورش رو میکردم و به طرز یعنی خیلی مثبتی یا خیلی خوب فکر میکنم جلو رفته و به همه احساس راحتی داده که بتونن بیشتر در مورد این مسائل حرف بزنن. و خب بچه‌ها خیلی از من سوال میکردن در مورد روابط جنسی و کلن در مورد سکس و خب یه چیزی که متوجه شدم تو خیلی از سوالایی که برام میاد خیلی سوالای ابتداییه، یعنی میدونی به خاطر این ترس و این شرمی که وجود داره دور این بس ما سیستم آموزشی خیلی قوی نداریم در مورد روابط جنسی توی ایران. حالا هستش، نمیخوام خیلی صفر یا صدی بگم، ولی واقعیتش اینه که خیلی کمه و خیلی هم پراکنده است و out of date. حالا فارسی کلمه out of date یادم رفته، سعی میکنم همیشه فوش میدن تیکای انگلیسی میگم توی پادکست، برای همین جلو من عذر میخوام بازم از همه دوستانی که متنفرن از این کلمات انگلیسی. ولی میگم به جایی که اول بحث میخوام برسم اینه که اصلا این سیستم آموزشی از کجا شروع میشه. میدونی مادر به در چقدر مسئولیت دارن، مدرسه ها چقدر مسئولیت دارن، جامعه و دولت و غیره چقدر مسئولیت دارن توی این بحث که یه ذره ماها رو روشن‌تر بکنه به این داستان. ببین خیلی حرف عالی رو بهش اشاره کردی که این مسئله سکس ادویکیشن، این مسئله این که آدم از کجا این آگاهی رو بگیره، چون دقیقا همین حرفی که شما میزنین که اگر که این اطلاع نرسیده باشه یک هر نسل به نسل این سوالها بدون جواب میمونه و افراد مایوس میشن، چون اتفاقی که معمولا میفته خیلی طبیعیه که بچه ها یا نوجوانان کنجکاو باشن در زمینه رابطه جنسی. کجا میرن این اطلاعات رو میگیرن؟ از همسناشون یا از فیلم‌های پورن. حالا من اصلا فکر نمی‌کنم پورن چیز بدیه، ولی خب انترتینمنت، مثلا که حالا بخوایم در مورد رانندگی یاد بگیریم بریم فیلم فاست اند فیوریوس ببینیم، خب ما که رانندگی اون نیست، هم به همون صورت هم رابطه جنسی هم اون چیزی که تو پورن می‌بینیم نیست. واسه همین هستش که اون وقت اطلاعات دقیقی نداریم، از خودمون و اون همراهمون توقعهای خیلی عجیب غریبی داریم که باعث میشه که ناامید بشیم. اون یه قسمت قضیه است. قسمت دیگه که خیلی مهم هستش، اگه آگاهی جنسی به کودکانمون ندیم در حقیقت باعث میشیم که اونها خیلی وانربل تر باشن که اون خشونت‌های جنسی اون سکشوال اسالت ها رو تجربه کنن، چون بچه‌ای که آگاه باشه میدونه که این اون شخص داره شاید اون حد و حدود رو اون افرد داره کراس میکنه، یعنی داره که میخواد یه کاری رو انجام بده که نباید انجام بده. و وقتی که این آگاهی رو به بچه‌ها میدیم در حقیقت اونها رو ما حمایت میکنیم. این یعنی خیلی مسئله مهمی هستش. قسمت دیگه هم که در اون تحصیلات و education sex education که ما نمیبینیم متاسفانه در کشورمون، در خیلی از کشورهایی که یه حالت سنتی دارن، مسئله به فوکس به پلیجره، یعنی ما در مورد لذت جنسی اصلا صحبت نمی کنیم. و اون وقت خب مشخصه که رابطه جنسی رو افراد اون حالت اون چیزی رو که دوست دارن اتفاق نمی افته، به پلیجر و اون لذت جنسی تمرکز نمی کنن و مشکلات خیلی متفاوتی ممکنه اتفاق بیفته. آره این نکته جالبی رو گفتی، چون خیلی از بچه‌هایی که مثلا با هم تماس گرفتن که توی جوانی و نوجوانی قربانی خشونت جنسی بودن، میترسن که اصلا به مام باباشون بگن، یا حتی مام باباشون میگفتن اصلا به روی خود نیار، یا میدونی به جای اینکه اونا رو حمایت کنن یا کمک کنن میخواستن فقط یه جوری خودش بره زیر فرش و میدونی و
فکر میکنن که با اینکه به روی خودشون نیارن این مسائل حل میشه، ولی همینجوری که خودت هم میدونی این مسائلی که توی کودکی به وجود میاد تبدیل میشه به یه تروماها و عقده‌هایی که بعداً یه جای دیگه توی زندگی آدم زده میشه بیرون. برای من خیلی باید موافقم، میگم دقیقاً در مورد این و این چجوری بچه‌ها میتونن این، من خیلی که چیزی که سعی کردم تاکید کنم این کامیونیکیشن و ارتباط بین مادر پدرها و فرزندانشونه که این راه یه راه سالمی و وجود داشته باشه که بتونن راحت درد دل کنن. مثلا سر همین مسئله بکارت و ورجینیتی تو ایران خیلی با سوال کردن که این چقدر مهمه، اصلا مهم نیست. میگم شاید به نظر ماهایی که توی غرب زندگی میکنیم این بحثا بحثای خیلی ساده و ابتدایی بیاد و حتی شاید خیلی این شنوندگان، ولی من دوست داشتم که میگم از اول شروع کنیم، سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم همه را توی این بحث. خب می‌خواستین در مورد بکارت صحبت کنیم؟ آره، یه ذره در مورد این کانسپت اصلا این بکارت بودن و پاک بودن، میدونی یه معصوم بودن، این خیلی میدونی توی فرهنگی که فرهنگ محافظه‌کاریه حالا شرقی تا حدودی که جا افتاده، میدونی یه تصور غلطی بخواست توی جامعه مردسالاری مثل ایران، میدونی و دیدگاهی که زن و بدن زن اصلا میدونی اون دست خودشه، ولی مرده انگار تعیین میکنه که معصوم بودن اون چجوریه یا نیستش و خیلی احمقانه است و بی احترامی اصلا به کل وجود یک زن، میدونی. ولی متاسفانه هنوز خیلی این اعتقادو دارن که میدونی الان داره باز تو جوونا داره بهتر میشه به خاطر حالا راههای سوشال میدیا و پورنوگرافی، حالا هر چی روابط تلویزیون و شو و فلان الان تو جوونا، ولی خب یه قشر و یه سنی هنوز تو اون افکار یه ذره قدیمی تر موندن تو این بحثا. دقیقا همین حرفیه که میزنی. و وقتی در مورد مسئله بکارت صحبت میکنیم دوتا مسئله متفاوته، یکی خب فیزیولوژی بدنمون هستش و یه سری مسئله اجتماعی و رابطه‌ای هستش تو این تو روابطمون. اون مسئله فیزیولوژی که حالا مسئله خودش میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی مسئله‌ای که خیلی تو فرهنگ ما مشکل ساز میشه این مسئله دست نخوردگی زنه. و این از کجا اومده؟ از یک نسل به نسل دیگه داره منتقل میشه، از همون صحبتهایی که نکردیم با ارزشهایمون رو که بررسی نکردیم. این خیلی مهم هستش که بیایم ببینیم این ارزشهایی که داریم آیا تو این با ارزشهای ما با اون کسی که هستیم مطابقت داره یا نه. چون چیزی که من میبینم خیلی دوگانگی برای افراد ایجاد میشه وقتی که فکر میکنن که باید حتما مهمه که همراهشون حالا همسرشون با کره باشه، دفعه اول با اینا تجربه کنه. چند تا مسئله مختلفه. اولا که بچه ها از سن خیلی کم، کودکان کنجکاوی جنسی دارن، احساسات جنسی دارن، ولی خب هر چقدر به سن بلوغ میرسیم این حالت احساسات جنسی خب مشهورتر میشه. ولی انسان یک موجودی هستش که این شوق جنسی یک قسمت طبیعیش اصلا نشونه سلامت جسمی هست. یکی از تخصصهای من اختلال تغذیه است و کسانی که انورکسیا دارن و غذا نمیخورن هیچ وقتی در اون مثلا در بستر دیگه بیمارستان هستن اصلا شوق جنسی نیست، چون اصلا تمام سیستم‌هاشون شاددان میشه. ولی وقتی که وارد این مرحله ریکاوری میشن و این زندگی بهشون برمیگرده تازه شوق جنسیشون برمیگرده. یعنی نشون میده که این شوق جنسی یک نشونه سلامته. خب این شوق جنسی در ما هستش. حالا اگر که مثلا در دوران قدیم 13-14 سالگی ازدواج میکنن خب اون مسئله متفاوتیه، ولی الان کسی که مثلا سن ازدواج 25-30 هر سنی هستش باید فکر بکنیم که چند تا گزینه‌ای که بیشتر نیست. یکیش این هستش که این شخص اومده میل جنسیشو به خاطر افکار غلطی که اونم از جامعه دریافت کرده سرکوب کرده. اشکالی که داره این سرکوبی میل جنسی این هستش که وقتی که سرکوب بشه، مثلا میل جنسی ما مثل یک باغ هستش، وقتی که ما بهش توجه بدیم بهش رسیدگی کنیم این باغ شکوفا میشه، گلای خوبی میده، یک طراوت خاصی داره. ولی اگه برای سالهای سال ما تمام تمرکز ما باشه چیزی در این باغ رشد نکنه که وقت مانع این بشه که مثلا پرده بکارتمون رو دست بدیم، خب اصلا این سرخوردگی جنسی میاره. حالا پس فردام که وارد یک رابطه شدین، حالا میخواین با این همراهتون رابطه جنسی داشته باشین، اصلا براتون خیلی سخته که میل جنسی رو داشته باشین. مشکلات متعددی مثل دخول دردناک ایجاد میشه، اصلا میل جنسی کم ایجاد میشه و اون مسئله جنسیتون رو تحت تاثیر میذاره. یعنی اون با اون باور اگه بریم تو رابطه، شاید اگه براتون رابطه جنسی مهم هست هیچ وقت اون رابطه جنسی نتونین با اون همراه
تجربه کنین، به خاطر اینکه اون شخص اون امیال و سالهای سال روش کار کرده که سرکوب کنه. یک گزینه غیر بعدی هم این هستش که میومدن، من یادمه که ایران ترمیم پرده بکارت میکردن، داشتن فکر میکردن که اگه همراه من که دوستش دارم این مسئله براش مهمه، من برم پرده بکارتم رو ترمیم کنم، و اون باعث میشه که تو رابطه جنسی و عاطفی ما با یک دروغ وارد بشیم، و این دروغ یک وزنه ذهنی هست در زندگی ما، در رابطه ما، و اون در رابطه رو خیلی میتونه تاثیر بذاره، و مثل یه دریه که اصلا داریم باز میکنیم، در به دیس آنستی، در به دروغ و ریا با همراه ما. و آیا مهمه که از خودمون بپرسیم این مسیری هست که میخوایم بریم یا نه؟ و آیا آپشن دیگه‌ش هم این هستش که خب خیلی‌ها هستن که رابطه جنسی رو دارن ولی با چه عذاب و وجدان و گناه و اون وارد وقتی که اصلا رابطه با همراهشون میشن، این گناه و احساس معذبی اون رابطه جنسیشون رو خراب میکنه. یعنی من واقعا فکر میکنم که اگر که افرادی بعد از سن 13-14 سالگی دارن ازدواج میکنن، این توقع عجیبی هست که از خودمون و همراهمون داشته باشیم که این پرده بکارت رو نگه داشته باشه. آره، و میرم من داستانایی که از بچه‌ها شنیدم میگم واقعا خیلی عجیب بود. یه سری بوده که حتی یه کسی برام پیغام گذاشته بود که میگم بذار سخته، من ولی در مورد همه چیز بود حرف زد دیگه، ولی مثلا پدرش مثلا میرفت بهش دست میزد که ببینه این هنوز ورجن یا نه. خیلی وحشتناک اصلا، یعنی میدونی این تروما، اون آدم مریضی که مثلا همچین فکری داره، حالا نمیدونم بک گراندش چه جوریه، میدونی خیلی آدم اذیت میشه وقتی که میشنوه که هنوز همچین طرز فکر و دیدی هستش نسبت به این بحث. و خب به قول تو یه حرف مهمی که زدی که وقتی که رابطه با دروغ و یه وزنه دروغ شروع میشه، از اون بعد اصلا این سکیل به یه سمتی تیپ میشه که همین این احساس گناه یا دروغه همینجوری رو تو هی بیلد آپ میکنه و هی بدتر میشه. و یکی مهمترین بحثا که الان میتونیم در موردش هم صحبت کنیم، بحث میدونی اعتماد تو رابطه است، بحث این که یه رابطه سالم. و من در مورد رابطه سالم واقعا دوستانم باهات هم در مورد رابطه موناگامس، یعنی تک همسری و پولیگامس یا چند همسری، و حالا رابطه‌های دیگه هم از هر کی از هر سکشوال اورینتیشن یا بک گراوندی که میاد میدونی. خب خیلی بچه‌ها در مورد این موضوع سوال میکنن، میگن آقا که من چجوری میتونم. یه سوال خیلی که زیاد برام شد این بود که پارتنرایی که طولانی مدت با هم بودن میپرسیدن ما چجوری میتونیم این شوق و هیجان سکشوال رابطمون رو زنده نگه داریم. بعضی وقتا میدونین خانومه بود که میگفت من خیلی هورنی ترم، یا مثلا مرد مایل نیست، یا برعکس مرد میگفت من خیلی پایم و خانومم مثلا پای نیست، و با چیکار کنیم که به هم دیگه اون اعتماد و هیجان رو بدیم، یا دیگه اصلا هیچ وقت نمیشه اینو درست کرد، دیگه باید جدا شیم از هم دیگه. این ترسا و این فکرها بریم فعلا حالا تو این بحث حداقل موناگامس ریلیشنشیپ و رابطه چجوری میتونیم بهتر بکنیم، و بعدا میتونیم بریم به اونور وزنم نگاه بندازیم. خب وقتی در مورد این موناگامس ریلیشنشیپ صحبت کنیم، یعنی تک همسری یک پارتنر داشته باشین تو یک رابطه باشین، یعنی شما و همراهتون توی یک رابطه حالا جنسی و عاطفی هستین، یک هست هایی داره و یک سختی هایی داره. اولین چیزی که من همیشه با مراجعینی که میان دفترم صحبت میکنم این هستش که میان میگن که من میخوام این رابطه جنسی ما حالا بعد از 5 سال 10 سال 20 سال که با همین میخوام برش گردم، میخوام این رابطه جنسی اون شوق و هیجان رو برگردونم. چیزی که خیلی مهم هستش که من همیشه میگم آیا اون شوق و میل جنسی از اول بوده یا نه. چیزی که تجربه کاری من هستش که اگه هیچ وقت اون کشش رو به همراهتون نداشتین نمیشه ایجاد کرد، یعنی باید اون اترکشن اولش باشه، و اگه که از اول هیچ اترکشنی نبوده خب سخته که اونو ایجاد کرد. ولی چیزی که رایج هست معمولا افراد میگن که ما اون اترکشن رو داشتیم، بعد حالا بعد از یک مدتی مثلا خیلی مدت طولانی لفت اوور سکس داشتیم، یه حالا یه پوزیشن، یه کار سالیان سال داریم انجام میدیم، دیگه اون هیجان رو برامون نداره. یه قسمتش هم این هستش که دوستان این باور رو دارن که رابطه جنسی باید خودجوش باشه، یعنی مثلا الان دو تا بچه کوچی
کوچیک دارن، کار سختم دارن، سرشون هم شلوغه، فکر میکنن که باید اینجوری باشه که اگر رابطه جنسی اینجوری نباشه که اسپانتینیس باشه، تو اون لحظه بخوام با همسرم سکس داشته باشم، اون رابطه رابطه نیست. یعنی اگه قرار باشه اسکیجول کنم و اولویت بذارم، اون یک اشکالی داره رابطمون. چیزی که مهم، خیلی نکته خوبی بود، این خیلی نکته مهمی که بهش اشاره کردی، ممنون. چیزی که خیلی مهمه این که دوستان بعد اینو اولویت قرار بدن. معمولا به دوستان میگن که این سکسی نیست که ما بخوایم اسکیجول کنیم یا جزء برنامه هفتگیمون بذاریم. بهشون میگم چیزی که سکسی نیست، سکس نداشتن سکسی نیست، چون دیفالت قضیه این هستش که میه آخر لیست و اصلا حال و حوصله و حال و هواش ایجاد نمیشه. واسه همین مرحله اول اینه که اولویت قرار بدین رابطه جنسی رو. مسئله به دلایل مختلف ممکنه که این رابطه جنسی در طول زندگی کمرنگ بشه یا اون شوقش رو از دست بده. یک قسمتش همین هستش که میگم تکراری شدن رابطه هستش. اگر که میخوایم چیز هیجان انگیز رو به رابطه اضافه کنیم، یک فرمولای خاص خودشو داره که از یه تا بعد تا حدی عوضش اول بکنیم که یک بالانس رو نگه داریم، یعنی هنوز اون احساس راحتی کامفورت تو رابطه باشه، ولی بیایم هیجان هم یک چیز جدیدی رو هم روش اضافه بکنیم. و راههای حالا مختلفی داره که میتونیم در مورد صحبت کنیم. این نکته خیلی خوبه واقعا که بهش اشاره کردی، و اینکه یه طرز فکری هستش که مثلا باید همه چیز خودجوش و ارگانیک، همه چیز عالی باشه همیشه، در حالی که یکی از مهمترین بحث‌های توی سکس بحث کامیونیکیشن و ارتباطه. حتی یعنی در تو بحث کانسنته که بعدا هم به اون میپردازیم، و یعنی ذوق و اشتیاق داشتن، و چه تو بحث سکس روزمره است با یه همسری که خیلی وقتا با هم دیگه هستین، اون ارتباط. میدونی من فکر میکنم خیلی وقتا میدونی آدم ها شاید توی ذهن خودشون یه فانتزی دارن یا یک فتیشی دارن، در ضمن بعدا در مورد فتیش و کینک کوینم اگه وقت کردیم اینقدر بحث هستش. میدونی ولی آدم ها خیلی وقتا تو ذهن خودشون میترسن، حتی با همسر خودشون، کسی که اینقدر تای وجودشون بهش اعتماد میکنن، میترسن که در میون بذارن این فانتزی ها رو. و من فکر میکنم که با این قدم ها اینه که مثلا با هم بیشتر صحبت کنن. میدونی و تجربه به من حداقل به شخصی نشون داده که هر کی یه جور ارضا میشه، میدونی هر کی با یه چیزی ترن آن میشه، هر کی با یه چیزی ترن آف میشه، و آدم باید اینو کامیونیکیت کنه و دریابه و جستجو بکنه و بفهمه که خب اینو دوست داره، اینو دوست نداره. منم میتونم بگم چی رو دوست دارم، چی رو دوست ندارم، و با هم دیگه به توافقی میرسن. میدونی توی این بازی. و این فکر میکنم یه ترسی هستش که آدما نمیدونم حالا توی نمیدونم دلیلش چه، برای بعضیا که مثلا شاید خجالت میکشن، باز شرمه یا غرور، حتی بعضی وقتا که نمیخوان در میون بذارن که چی باعث میشه که اونا ترن آن بشن. فکر میکنی این چیه و چجوری میتونن اینو راحت تر به دست بیارن، این ارتباطو؟ خیلی حرف خوبی رو شما زدین، به خاطر اینکه اصلا بعضی موقع میان درمان جلسه درمانی، حالا با هم یه مدتی کار کردیم، مثلا حالا مقالات منو خوندن، میدونن که دیدگاه من به چیزای مختلف چی هستش، ولی هنوز میگن من یک فانتزی جنسی دارم، روم نمیشه بگم، از فکر میکنین من آدم بدیم، من اشکال دارم. خیلی حالا صحبت میکنن، خیلی هم فانتزیشون فانتزی کامنی هست، یعنی هر کسی ممکنه اون فانتزی رو داشته باشه، اصلا تحقیقات هم نشون میده که این چیزای کامنی میتونه باشه، این چیزایی که دوستان مراجعین با من در میون میذارن. ولی در مورد کامیونیکیشن صحبت کردین، خیلی بحث مهمی هست. یکی از باورهای غلطی که افراد دارن اینه که اگه همراه من منو دوست داشت میدونست من چی دوست دارم، یا همراه هم میدونه من چی دوست دارم، یا همون کاری که تو میکنی آره آره خوبه، هر کاری تو بکنی اوکیه، به خاطر اینکه همون احساس شرم و گناه در مورد رابطه جنسی که میاد بالا یک قسمتشه. یک قسمتش هم که خودمون رو نمیشناسیم. اگه بخوایم با همراهمون صحبت بکنیم در زمینه رابطه جنسی، خب باید یک آگاهی تا یه حدی در مورد اینکه چه چیزی به ما لذت میده و چه چیزی لذت نمیده رو داشته باشیم. یعنی من مرحله اولی که من به دوستان پیشنهاد میکنم اینه که با بدن خودشون آشنا باشن، یعنی توجه بکنن چه چیزی به بدنشون لذت میده، چه مدل لمس کردنی، تماسی هستش که به اونها شوق جنسی رو ایجاد میکنه، که بدونن اصلا چه چیزی رو با همراهشون باید صحبت بکنن. و خیلی هم وقتی که میخوایم با همراهمون صحبت کنیم، نرمال هستش که معذب باشیم اگه هیچ وقت در موردش صحبت کنیم، و میتونین اصلا این یه تکنیک روانشناسی که به همراهتون بگین این یه صحبتی رو که میخوام بکنم خیلی معذبم، برام سخته، ولی فکر میکنم مهمه که در مورد صحبت بکنین. یعنی اصلا میتونین بحث رو اینجوری باز کنین.
آره و من مثلا خودم توی این روابط خب خیلی راحت هستم، هرچی بیشتر جلوتر رفتم و الان اصلا هیچ خجالتی ندارم، هیچ خجالت. با کسی حرف میزنم میگم من این چیزا رو دوست دارم، دوست دارم. اگه تو دوست نداری هم کاملا اوکیه. یعنی از اول داستان خیلی تکلیف خودم رو روشن میکنم و هیچ برای اینکه هیچ سوء تفاهمی پیش نیاد، چه از لحاظ اینکه میخوام توی رابطه فقط ببینیم این بحث همین کانسنت و بحث صحبت و دیالوگ هم همینه. مثلا نمیم به کسی دروغ بگم الگی عاشق که فقط باهاش یه شب بخوابم، قشنگ با هم باهاش ارتباط برقرار میکنم و اشکالی نداره. اون جوابش خیلی راحت میتونه نباشه و اونم اوکیه. میدونی بعضی وقت کسی دوست داره باهات باشه، بعضی وقت دوست نداره و جفتش کاملا اوکیه و همیشه هم قابل احترامه. ولی میگم دیگه این احساسی که بعضی وقتا نمیتونن این حرفشون رو بزنن به ضرر خودشون تمام میشه، چون تو خودشون نگه میدارن. و اونجایی که گفتی میگم این طرف اینو من دیدم، اینو خیلی حس کردم توی روابط جنسی توی ایران که طرف میگه هر کاری خواستی با هم بکن اوکیه. چرا؟ واقعا تو دوست داری واقعا لذت میبری یا نه اصلا نمیخوای باشی توی این موقعیت؟ مجبور نیستی که کاری برای لاورت بکنی. اینو میخوام بگم خیلی مهمه که مردم بفهمن تو اگه دوست نداری کاری رو نکنی، نکن. اصلا اجباری نیست. تو وظیفه نداری که لذت کسی دیگر رو ارضا کنی. اون موقع با پیش بیاد که جفتتون با هم توی هارمونی هستین، با هم انسینک هستین و اون عشق و علاقه وجود داره که بخواید به اون درجه رابطه رو ببرین. و سوال من بعدیم که یعنی رپ داری یعنی یه ذره میچرخه، مثلا میدونیم که بین موناگامی و پولیگامی میفته و دنیای امروز بخصوص من موقعی که نیویورک زندگی میکردم با فرض مثلا نیویورک اصلا روابط سکس مثل روبوسی میموند. یعنی اصلا با یه عالم آدم تو روابط داشتی و واقعا فرشم دیگه نمیدین هم دیگه رو و هیچ حس تنفر یا بدی و خوبی هم نبود. یه شب با هم یه پارتی بودین و میگفتین و میخندین و با هم شب میرفتین خود فرام دیگه اصلا هیچ هم دیگه رو نمیدیدین. بعضی اخون چرا رفیق میموندین و ادامه میدادی رابطتون حالا هرچی. ولی از یه طرفی اون لایف استایل هم وقتی که آدم یه ذره نمیخوام کلمه اعتیاد رو بگم ولی وقتی عادت میکنه با چند همسر خوابیدن و با پارتنر زیاد داشتن، اونم خودش یه حالتی میدونی این دوپامین راشی که میگیریم، سروتونین راش و اکسیتاسن و همه این هپی هورمونایی که تومون ایجاد میشه به خاطر اون چیس، به خاطر سکس و خاطر اون رابطه، خب یه ذره بالاخره حالت اعتیاد آور داره. نمیدونم حالا چقدر کلاسیفاید میشه به عنوان یه اعتیاد یا نه، ولی آدم هرچی بیشتر خودشو پوش میکنه توی اون دنیا سخت‌تر میشه. مثلا من خودم یک بزرگترین آرزوام توی این پادکست اصلا جوکمون شده که من قرار ازدواج کنم و بچه دار بشم که هم میگن عمرن رام تو بتونی یه روزی همچین کاری بکنی. ولی واقعا دوست دارم تای وجودم. ولی حتی مثلا یه دوستی میام که اصلا بهش با هم الان مثلا صحبت کردیم که بیام ازدواج کنم، هنوز دارم بهش میگم آقا من یه get out of jail free card میخوام که سالی یه بار شیطنت کنم. حالا شاید موافقت کرد شاید نکرد، ولی حداقل دارم آنست دارم باهاش صحبت میکنم در مورد این مسئله، چون نمیدونم آیا آمادگی رو داشته باشم که تا آخر عمرم کامیت کنم از لحاظ جنسی. از لحاظ عاطفی میتونم و از لحاظ جنسی است چون برای من خیلی تفکیک شده از سکس و عشق، ولی برای بعضی اون نیستش. اونم کاملا احترام میذارم و درک میکنم. نمیگم هر کسی برایش یه چیزی کار میکنه، ولی میگم این دنیا میگم به سمت وقتی یه بیشتر پولیگامی یا آدمایی که ذره اوپن ترن در مورد سکس کلا اون شدنی هستش توی دنیا و یا نه هنوز توی این انفنت استیجشه این به قول معروف این رفتار یا نه. مثلا من کتابایی که تاریخی خوندم در مورد هانتر گاذرا به خصوص جامعه‌ای که خیلی میتریارکال تر بودن و زنا بیشتر تو هرم قدرت بودن، اتفاقا چند همسری خیلی عادی تر بود تو این قبیله ها. یعنی این یه پدیده جدیدیه نسبتاً. یه کتاب هستش سکس ات دان، حتما خوندی؟ نمیدونم. آره آره خیلی من رو پادکست اون بودم اتفاقا. نایس. آره خیلی آدم باحالی، باش رفیق شدم و بحبه. و اون کتاب اون دقیقاً در مورد همین تاریخ سکس به همون پیشنهاد کردم قبلا، فایلش هم شیر کردم تا کتابشو برام فرستاده. یه سری بچه‌ها زحمت کشیدن به فارسی ترجمه کردن. میدونی و این فکر میکنم این بحث نمیشه گفت خیلی سیاه یا سفیدیه، این درست یا اون درست. فکر میکنم آدم باید بیشتر بره ببینه برای اون چی کار میکنه. نمیدونم نظر تو چیه در مورد این بحث.
خیلی اولا که تبریک بهت میگم که انقدر صادقی و به نظر میرسه که خیلی اوپن هستی با لیسنرها در مورد احساساتت، افکارت، چون خب میتونم فکر کنم که این یه بحث خیلی تابو هستش، چون تو دیدگاه ایرانی فکر میکنن که معمولا سنتی اگه سالم اخلاق سالم، روحیه سالم داری باید ازدواج کنیم، ما هم خیلی دوست داریم قوانین رو فالو کنیم. ولی حالا میخواستم اول از این شروع بکنم که در مورد alternative relationship، این روابط متفاوت از موناگامی رو، گروه های مختلفش رو تعریف بکنم، اگه که کمک اون میکنه که بیشتر بفهمیم در مورد چی صحبت کنیم. صد در صد. یه گروه همون موناگامی که گفتیم که تک همراهی هستش، گروه که در موردش صحبت کردین پالیگامی هستش که یک مرد با 3-4 تا زن مختلف، یعنی چند همسری، همونطوری که مثلا حالا دوران قاجار میدیدیم اون خانوما رابطه دیگه ندارن ولی اون آقا اوکیه که با این خانومای مختلف رابطه داشته باشه، این پالیگامیه. رابطه‌ای که دیگه هست پالیاموری، که رابطه‌ای هستش که چندین نفر، حالا مدل‌های مختلف هم داره، که با هم در رابطه عاشقانه و سکسی هستن. حالا میتونن که همه با هم باشن یا مثلا یک زن و شوهرن که اون زن و شوهر هر کدوم معشوقای خودشونو دارن و با این معشوقا رابطه روحی و عشقی دارن و این مسئله خیلی هم باز هستش و خیلی وقتا هم برای هم خوشحال میشن، یعنی که اصلا میبینن که این همراهشو میخواد بره اون یکی پارتنرشو ببینه، خیلی هم براش خوشحال میشن که این تجربه خوبو داره. و اتفاقا یه خانومی که روانشناس هست، روان درمانگر هستن توی برکلی، داسی ایستن، در مورد یک کتابی نوشته بودن اتیکال سلات، که در مورد تجربه زندگیشون نوشته بودن در زمینه اینکه اصلا پالیاموری رابطه داشتن و داشتن یه صحبتی اومدن کردن توی الی، میگفتن که من مریض که شدم تمام اون لاور رام که اون کسایشون که باشین رابطه عاشقانه رو داشتن مثل یک قبیله بودن که پشت من رو داشتن، یعنی اصلا انگار من یک خانواده خیلی خیلی بزرگ داشتم. حالا مثلا ایشون توی دهه 70 هستن و میگن که حالا مثلا 20-30 سال من این روابط عمیق رو داشتم، یعنی اونم حسنای خودشو داره. یه مدل رابطه دیگه هم هستش consensual non-monogamy، یعنی مشابه این چیزی که شما صحبت داشتین در موردش میکردین، این هستش که من میتونم رابطه دیگر رو داشته باشم و تو هم میتونی رابطه های دیگر داشته باشی، ولی من و تو رابطه عشقیمون با هم هستش، اونا رابطه جنسی هست، که حالا مدل های مختلف هم واسه خودشون دوستان تنظیم میکنن، دیزاین میکنن که براشون ورک اوت کنه. یک گروه دیگه هم که گروه هایی هستن که سوینگ میکنن، یعنی حالا زن و شوهرایی هستن که پارتنرایی هستن که با هم تو رابطه حالا جنسی و عاشقانه میتونن باشن و با کاپلای دیگه میرن حالا یک شب رو وقت میگذرونن. اینا کلا گروه های مختلفی بودش که وقتی در مورد alternative relationship فکر میکنیم که تعریف های چندین گروه مختلف بود. حالا کدوم قسمتش رو میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم؟ این خیلی جالب بود، این کلمه consensual non-monogamy، که دقیقا فکر میکنم رو چیزی بود که من باش خیلی ارتباط برقرار میکنم. و مثلا من خودم به دوستم میگفتم، یعنی معلومه که این دو طرفم از، یعنی تو هم هر چقدر دوست داری من هیچ وقت تو زندگیم هیچ وقت کسی رو محدود نکردم یا هیچ وقت هم نخواهم کرد که بگم این تو، به خصوص اگه دابل استانداردی که خودم حق دارم تو کنم، این که خیلی احمقانه است که یه سری ها فکر میکنن که خودشون حق این کارو دارن بکنن ولی همسرشون نداره. من کاملا تو این موضوع اوپن مایندم و میدونی، البته میگم در عملم خیلی سخته رو، منم تجربه‌ای که داشتم، مثلا یه دوست دختری داشتم که خیلی کینکی بود و یادم توی دالاس یه پارتی ما رفتیم آیز واید شات توری، و مثلا من فکر میکردم خیلی اون موقع جوان‌تر بودم، اواز مای 20s، ولی رفتم توی یه پارتی و همه ماسک و فلان و این چیزا و یه هفته اون وسط یه دیدم 3-4 نفر رو روشن و مثلا اینجوری بودم که اوکی اینه قضیه، قضاوت اینا نکردم، ولی میدونی وقتی که اولین بار تجربه میکنی یه چیزی، هم چیزی از نزدیک، یه ذره شوک بود. و یه ذره خب من تو این بازی پولیامورس یا نان کنسنسوال موناگامی، درست گفتم؟ consensual non-consensual. ببینم فرویدیان سلیپ بود. آره واقعا فرویدیان سلیپ بود، نه فقط من حق دارم. آره consensual non-monogamy. و میگم توی این بحثا حرف زدن و انتلیکچوالایز کردنش، میخوام اینو بگم، یعنی منم که انقدر حرفشم میزنم، منم آدم تو قلبم میشکنه، شده که من چیت کردم رو دوست خواهرم رو من چیت کردن،
ولی من خیلی سریع میتونم خودم رو جمع کنم و وان کنم. هیچوقت نمیذارم هیچ چیزی از اینو به کینه یا عقده یا تنفر، میگم خیلی عادیه این نیاز و این غریزه حیوانی که داریم به سکس، میدونی، و برای همین من میتونم بین عشق و سکس یه تفرقه ایجاد کنم اگه با همدیگه که باشه که خیلی هم بهتره، ولی خب همونجوری که دیدیم خیلی وقتا نیستش، خیلی وقتا رابطه‌ای شروع میشن. من مثلا این رابطه داشتم با یه خانم جوانتری که مثلا اون اوای خیلی عاشق من بود اول رابطه و حرف از ازدواج بزن، من بهش گفتم بابا تو برو با یه 10 نفر دیگه رابطه داشته باش، بعد که مطمئن شدی هنوز عاشق منی میتونیم بعد با هم، میدونی، که خب منم درست گفتم چون آدم هنوز بی تجربه بود، تازه جوانتر بود و میدونی، یعنی من اصلا اعتقاد ندارم که باید دیده خیلی بسته به این بحث کنیم، به خصوص توی هرچی سن جوانتر این مسائل حل بشن میره کمتر به من. خودم تو اله خود دیدی خیلی از این ایرانی هستن که مثلا تو 30-40 سالگی مثلا تو ایران بودن یا میدین روابط خیلی سنتی تری داشتن، یه همیان اله و همه بیچ بادی و فلان و همه خوشتیپ و خوشگل و خوشرنگ و خوشهیکل و فلان، یه ها اصلا از خود بی خود میشن و اصلا میرن از اون ور ترازو جوری خودشونو خفه میکنن و غرق میکنن تو این دنیای لذت، انگار احساس میکنه باید کچاپ کنه برای اون 20 سال زندگیش که نکرده. برای همین اینه من بیشتر این بحثایی که دارم میکنم و حرفایی که میزنم و دوست دارم در موردش صحبت بشه برای اینکه به اونجا نرسیم، به اون جایی که این عقده ها جمع بشن. ببینید یه چیز خیلی خوبی داشتین میگفتی رام در مورد، حالا نمیدونم اولین تجربت بود که با رابطه دست جمعی تو اون سیتینگ، خب من بک‌گراند شما رو که خیلی واردش نیستم، ولی چیزی که به نظرم میرسه که خیلی خیلی مهمه که اگه این رابطه رو نداشتیم خیلی با دقت در باز کردن در رابطه باش بررسی کنیم که نه خود آدم هرت بشه نه همراهش آسیب ببینه، به خاطر اینکه یک مسیری هستش که آدم باید بره که حالا آمادگی ذهنی و روحی واسه باز کردن رابطه رو داشته باشه. یه چیزی هستش که خیلی میبینم این هستش که ما حالا ایرونی ها میخواییم جدیدترین همه چیز رو جدیدترینش رو پیش بگیریم. حالا اگه مثلا alternative relationship الان مد هستش، من حتما از فردا باید برم سوینگ بکنم وگرنه عقب افتادم. ولی این حرفی که شما زدید خیلی درسته، آدم باید با خودش بررسی کنه آیا من الان این آمادگی رو دارم که وارد این محیط این مسیر بشم یا نه. اگه هم که حالا الان آماده نباشم شاید بعدا آماده باشم، ولی مهمه که آدم واقعا خودش با خودش صادق باشه. آره من فکرم آره اولین قدم واقعا همینه. و الان خب توی فرهنگی که مثلا توی ایران داریم، جامعه که بسته است از لحاظ فرهنگی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ سیاسی، و خب خیلی ترسا هستش برای اینکه بچه ها بتونن اون ابراز واقعی جنسی خودشونو بکنن، حالا چه میگم چه استریت باشن چه گی باشن چه هرچی، و این مسئله خیلی زیاده، به خصوص برای کامیونیتی خب LGBTQ خب خیلی هم سخت‌تر بود. اینو خیلی ما در موردش صحبت کردیم و اونا تو اون فضا وقتی که یه خطر جدی هستش که نمیتونن خودشون باشن، میبینی خب داینامیک بحثو خیلی فرق میکنه. و برای این دوستایی که میگم توی این موقعیتایی هستن که چه به خاطر شرایط سیاسی یا به خاطر خانواده یا فرهنگ سخت‌تر براشون که بخوان خودشون باشن، چه جوری باید به اون حد برسن، به اون حد آنستی و صداقت برسن؟ اولین جایی که مهمه که شروع بکنیم که خودمون به خودمون رو قبول کنیم، یعنی هوای خودمون رو داشته باشیم. ببینید سکشوالیتی همه خیلی کامپلکس و پیچیده میتونه باشه و اگر که شما چیزهای مختلف رو دوست دارین، گرایش‌های مختلف رو دارین، اینا همش طبیعیه. این کسی که هستین و مثل همیشه من با مراجعین در مورد اراتیک بلوپرینت صحبت میکنم، یعنی اون زیربنای شهوانی، همه ما این اراتیک بلوپرینت خودمون رو داریم، یعنی اون چیزایی که ما رو تحریک میکنه میخوایم وارد رابطه جنسی شیم خیلی متفاوت هست. یعنی اولین چیز این هستش که از خودتون هوای خودتون داشته باشین، بدونین که اگر گرایش به زن، مرد، جنس موافق، مخالف هر دو دارین، اینا همش کاملا
طبیعی هستش، هیچ چیز غیر طبیعی در زمینش نیست و اگر که متاسفانه در محیطی که هستین که نمیتونین که زندگی راحت جنسی داشته باشین، میتونین حداقل به فانتزیای خودتون بپردازین. یعنی که حداقل وقتی که با خودتون رابطه جنسی داشته باشین رو این کار بکنین که اون این حرفهای این افکار منفی و این نراتیو منفی در مورد خودتون و رابطه جنسیتون تا اونجایی که میشه رو بهش نپردازه. اون پیشنهاد اولمه. پیشنهاد دوم این که خیلی انتخاب کنین که این افرادی که باشین رابطه، این اطلاعات رو میرین در مورد رابطه جنسیتون، افراد باشن که امن باشن. یعنی همیشه من چیزی که در مورد صحبت میکنم اینه که این زندگی خصوصیتونه، حریم خصوصیتونه، لزوماً چیزی در موردش بد نیست، ولی خب یه چیزای خصوصی هست، یه چیزایی هستش که آدم با بقیه شیر میکنه. اگه مطمئن نیستین که اون شخص امنی هستش، در مورد امیال جنسیتون صحبت نکنین، چون چیزی که نمیخوایم اینه که شما رو دوباره اون حرفای منفی رو در مورد رابطه جنسیتون زده بشه یا فشارهای بیشتری به شما بیاد. آره، دوان یه پسری مسیج زده بود بهم که میگفت من از لحاظ عاطفی دخترها رو دوست دارم ولی از فیزیکی پسرها رو، گفت و من گیجم، نمیدونم چیم و میترسم و الان مثلا من اگه بخوام به این آدم یه پیشنهاد بدم یا نصیحت بکنم چی بگم؟ من که بهش میگم آقا خودت باش، امتحان بکن، ضررش چیه، میبینی دوست داری یا دوست نداری. منم شده تالا پسر بوز کردم که ببینم دوست دارم یا دوست ندارم، میدونی. و به خصوص همیشه تعریف کردم ما تو ایران پسرا که تو مدرسه پسرانه همه چیز اولین تجربه های سکشوالشون چه خواسته چه ناخواسته تو همش تو خیلی وحشتناک. من در مورد مدرسه و پسرانه حرف زدم خیلی تو این پادکست، ولی 90% پسر ایرانی اولین اکسپیرینس سکشوالشون با یه پسر دیگه است توی اون محیط. ولی اینم مثلا این آدمی که اینو فرستاده، من فکر میگم بود با خودش اون بره امتحان کنه، راحت باشه ببینه اصلا دوست داره نداره، شاید جوابش اونجوری بگیره. نه شاید من غلط، I'm not the expert, you're the expert. نمیدونم پیشنهاد شما چیه برای این آدم. مسئله دو تا مسئله جدا هستش، رایت. یکی مسئله جنسیت یا جندر هستش، مسئله سکشوال اورینتیشن یا مثلا اون جذابیت جنسی هستش که خیلی کاملا اوکی هستش، که میتونه متفاوت باشه. پیشنهادی که شما کردین، آره خیلی پیشنهاد خیلی خوبی بود. یعنی ایشون گفتن که جندر، یعنی جندر آیدنتیتیشون اگه مرد بودن دوستان زن باشه، اون نه جندر آیدنتی خودشون میگه نمیدونه. یعنی خیلی براش هنوز از لحاظ عاطفی مثلا به زنا احساس نزدیکتری میکنه، ولی از لحاظ فیزیکی به مردا و نمیدونه که به کدوم سمت. حالا میگم به خاطر حال شد محیطی که توش هسته، چه خانواده‌ای که داره، ترس داره از اینکه ابراز کنه که واقعا کی هستش، یا to play on his instincts به قول معروف، you know, or the urges. خب خیلی چیز جالبی هست. من یه آقای روانشناسی که تخصصش سپس هست، دکتر جو کورد، که اتفاقا من تو شوم داشتم یه کتابی نوشته Is My Husband Gay؟ در مورد این صحبت میکردش که کشش های آقایون به آقایون دیگه از کجاها میتونه نشأت بگیره و این مسئله خیلی پیچیده میشه. و راست میگه، این پیشنهادی که شما داری میکنین پیشنهاد خوبی میتونه باشه که ببینین که آیا در اون شرایط هستم، آیا برانگیختگی جنسی برای من ایجاد میشه، آیا اون میل جنسی هست و میتونیم تجربه بکنیم. هیچ اشکالی در تجربه کردن نیست، ولی به دلایل خیلی خیلی متعددی میتونیم اون گرایش باشه. یکی این هستش که اصلا بعضیا فانتزی اینو دارن که رابطه تریسام باشن، که حالا مثلا دوتا آقا باشن با یه خانم، اون چیزی هستن که دوست دارن. لزوماً اون داینامیک، اون دوست دارن، چت هیمیلیشن، اون تحقیر، اون مسئله خاص خودشه داره که میگن کاکولدینگ، اون قضیهش یه کاتگوری هست. یه کاتگوری دیگه هستش که بعضی از مراجعینی که میان دفتر من، اولین تجربه جنسیشون با یک مرد بوده، یعنی که ایشون هم اگه آقا هستن با یک مرد رابطه جنسی رو داشتن و ناخواسته بوده، همون گفتن خشونت‌های جنسی بوده و این کار میتونه تراما رینکتمنت باشه. چیزی که میگیم تراما رینکتمنت اینه که وقتی که ما یک ضربه روحی رو خورده باشیم، مثل حالا نمیگم این شنونده شما این تجربه دارید، من به صورت کلی صحبت میکنم، که وقتی که ما این ضربه روحی، هر مدل ضربه روحی رو خورده باشیم، جوری که ضمیر ناخودآگاهمون میخواد این مسئله رو حل بکنه، میگه من خودم رو توی یک شرایط خیلی مشابه میذارم و این آخر این داستان رو عوض میکنم، اینجوری میخواد مسئله رو حل کنه و ما دوباره و دوباره تو اون شرایط خودمون قرار میدیم و ممکنه خودمون رو تراماتایز کنیم. یعنی اون یک کاتگوری خاص خودش میتونه باشه.
چه جالب. من چون دقیقاً خب چندین تا دوست داشتم که نیمفو بودن یا نیمفو مینیاک، نمیدونم حالا فارسی چی اصلا ترجمه‌اش چی میشه، آدمایی که خیلی سکس بیش از حد شاد دوست داشته باشن و همه‌شون بلا استثنا یه داستان وحشتناکی از خشونت جنسی توی جوانیشون داشتن و این حرفی که تو میزنی دقیقاً درسته. انگار اینجوری مثلا شاید به یه آرامشی برسن یا انتقام میگیرن، نمیدونم، ولی اینو کاملا دیدم. یعنی مثلا میتونم قشنگ یه مثالش هم بگم. یه شخصی بود دیگه از دوستام که توی جوونیش بهش تجاوز شده و حتی میگم این سخت حرف زدن در موردش، ولی میگم بازم برای اینکه آدما بدونن چه اتفاقی وحشتناکی برای سیر میتونه و چی باعث میشه. چون میدونی من یه فقط در پرانتز میگم، میدونی و خیلی وقتا حرفایی که ما میزنیم، میدونی من خیلی هرسم میگیره از خیلی از دوستانی که دنیا رو خیلی صفر و یک میبینن، سیاه‌سفید میبینن، به خاطر مطلق‌گرایی، یا آدم فقیر تو خیابون میرن میگن غلط کرده حقشه یا مثلا زحمت نکشیده، میبینی اصلا نمیتونن درک کنن یا امپاتایز کنن یا کمپشن داشتن که این آدم چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده. میدونی برای هر کسی میتونه پیش بیاد این یه فکر، بعضی فکر میکنن که یه سری انتخاب میکنن که قربانی خشونت باشن یا هوملس باشن یا خیلی، کسی انتخاب نمیکنه اینو. میدونی توی این شرایط قرار میگیره، حالا به خاطر منتال هلت، به خاطر خشونت، به خاطر فقر، به خاطر اقتصادی، سیاسی، فلان، خیلی دلایل مختلفی داره. یعنی من اینو فقط میخواستم تو پرانتز تاکید بکنم حتما. و این دوست توی جوانی بهش تجاوز میشه و اون چند نفری که یه نفرم نه چند نفری که بهش تجاوز کردن اینجوری حتی بهش برگشتن گفتن که بابا اصلا اونقدر خوبم نبودی تو. یعنی این حرفو تا آخر عمرش هنوز یادشه این حرفو و این تأثیری که روی اون آدم گذاشته بود که اینجوری میدونی با دنیا خودشو خالی کنه. و خیلی میام ببخشی بازم در مورد چیزا، من خب زیاد حرف میزنم تو پادکست، ولی نیاز هست که شنیده بشه تا مردم بفهمن که واقعا یه ترامای عمیقی وجود داره وقتی که به آدم به یه سری سمتایی میرن. 100% و این تروماها رو آدم با ذهن زمیر ناخودآگاه و خودآگاه با بهترین حالتی که میدونه میخواد حل بکنه. یعنی که اگه هم حالا کسی میره رابطه جنسی زیاد داره یا دقت میکنه، حالا کشش به کسی داره که شبیه همون شخصیه که بهشون خشونت انجام داده، شما تقصیری نداری. این unconsciously این چیزها این مسائل میاد بالا. حالا شما این به عنوان کسی که حالا شخص بالغ هستین الان تو اون شرایط نیستین، میتونین پاز بکنین ببینین که چه جوری میخواین حل کنین، چه جوری میخواین با این رفتار الان میخواین برخورد کنین. آره و میگم توی وقتی که جامعه‌ای که از لحاظ دیدش به سکس خیلی مریض باشه، میدونی اینا کامپاوند میشن، روی هم دیگه جمع میشن وقتی که میدونی توی من توی ایران که بودم، خب توی اکیپای مختلف بودم از بالای شهر تا پایین شهر تا فلان هرچی و میدونی یه سوالی که برای من همیشه پیش می اومد این بود که این حالت خیلی اگزاجره که همه خودشونو درست میکردن، هم پسرها هم دخترها، میدونی این واکنشی که این درست این کلنجار بین سنت و مدرنیته که به وجود اومده، آدمام گیج میشن چون جوانا میبینن همه دارن رابطه دارن و فان دارن و سکس دارن و میخوان خودشونو وفق بدن با این دنیای مدرن، ولی خب اون افکار سنتی باعث میشه که یه ذره توی جایی گیر کنن که نمیدونن چی درسته، یا توی فکر میکنن که تنها جوری که میتونن برای خودشون ارزش قائل باشن اینه که با آدمای بیشتری بخوابن یا از اون طریق فقط به عنوان یه سلاحی استفاده کنن که دیده بشن، شنیده بشن. و خب این تاثیر میذاره روی اعتماد به نفس آدم، این تاثیر میذاره روی روحیه آدم. برای همینه که هرچی بیشتر در موردش حرف زده بشه، آموزش داده باشه، آدما میتونن به نتیجه گیری بهتری برسن. مثلا الان یه سوال خیلی جالبی که پرسیدن که دوستاشم بپرسم، مثلا یه آدمی در مورد OCD و خیلی کلین فریک و اینا بود و میگفت آقا توی دوره کرونا من اوردیش از مریضی میترسم، اوردی هم از خیلی چیزهای دیگه سکس و STD و اینا وحشت دارم که حتی در حدی که نمیتونم کسی دیگر رو بوست کنم. این گفت من چجوری باید با این کنار بیام با این ترسم که انقدر برای من از سکس و دنیای سکس و STD وحشتی درست کردن که به اون سمت نرم. و من در پرانتز بگم همیشه آقا همیشه practice safe sex، کاندوم استفاده کنید.
خب ببینید چند چیز مختلفی هست در این زمینه، این دوستی که در مورد صحبت کردین در مسئله OCD، چون اتفاقا من خیلی وقتا افراد میان میگن که من نمیتونم برانگیختگی جنسی رو تجربه کنم. وقتی عمیق در موردش صحبت میکنیم یک مسائل روحی و منتال اینسای مختلفی ممکن باشه که اونا مانع این برانگیختگی جنسی میشه افسردگی باشه، اضطراب میشه، تراما باشه، و OCD یکی از مشکلات خیلی رایجی هست که ممکنه این باعث این بشه که دوستان این برانگیختگی جنسی رو تجربه نکنن یا اصلا براشون سخت باشه که تون حال هوا خودشون رو قرار بدن. حالا این وسواسای فکری یک مثل توی طیفه، توی یک قسمتش از یه حدی بیشتر که حتما باید با یک روان درمانگر، روانشناس متخصص کار بکنن، چون چیزی نیست که خودشون بخوان به راحتی حل بکنن. یعنی میگم اینا بعضی مواقع مثلا دوستان میگن که حالا افسردگی تنبل نباش دیگه، برو کار بکن، نمیدونن که این مشکل روانی. OCD هم همین جوریه. ولی حالا یک مقداری در مورد این اگه حالا وسواس و حدی هستش که هنوز قسمت‌های مختلف زندگیشون تحت تاثیر نذاشته، چیزی که مهمه که انجام بدن این هستش که میگیم exposure and response prevention، یعنی خودتون رو تو شرایطی قرار بدین که تا یه حدی اون وسواس فکریتون رو چالش بدین. یعنی مثلا اگه میترسین که حالا تو اتاقتون اگه کسی اومده بعدش اون اطراف رو تمیز نکنین، میتونه اون چالش اینجوری باشه که این دفعه که یه کسی اومد رفت من اتاق رو تمیز نمی کنم. یعنی مهم اینه که یک رده بندی برای خودتون داشته باشین و کم کم خودتون رو در این پله های مختلف بذارین. ولی یک قسمت دیگه که حرفی که شما اشاره کردین خیلی حرف خوبی بودش که اصلا اومدن خیلی خیلی افراد از سن کم از سکس ترسوندن. یعنی حتی توی آمریکا در خیلی از ایالت ها این تحصیلات و ادویکیشن در مورد رابطه جنسی اینه که میان بیماری های جنسی مختلف رو نشون میدن، آلت های تناسلی که حالت های خیلی ترسناک نشون میدن که بچه ها رو از این مسئله جنسی بزنن. ولی اتفاقی که میفته که اصلا میل جنسی که حالا شوق جنسی که قسمتی از ماست، فقط این ترس ها رو میاره. واسه همین این مهمه که ادویکیشن درستی واسه خودمون ایجاد بکنیم، بریم تحقیق کنیم ببینیم که آیا اصلا بیماری های جنسی، مثلا شما ببینیم که مقاربتی منظورم بود، بیماری های مقاربتی اگه داشته باشین، STI داشته باشین، خیلی هاشون رو راحت درمان میشن. یعنی که اصلا در اینه که شما کثیفین، شما بروکنین، شما آدم بدی هستین، مثل اینه که حالا آنفولانزا گرفتم من برم آنتیبیوتیک بخورم. یعنی اینا هم بعضیش به همین راحتی میشه حل کرد. حالا نمیخوام که اهمیت رو کم کنم، آره ممکنه که آدم ایدز بگیره، خب زندگیش هم تحت تاثیر قرار بگیره. HPV خیلی ها سوال کردن در مورد HPV، اگر نمیم دوست داشتی یه ذرم در مورد اون نمیم اگر نظری چیزی هم داری، چون خیلی از خانوما بیشتر نگران بودن چون برای اونا ظاهرا خطرش خیلی بیشتره تو مردا. بله ببینید، من وقتی به بیماری مقاربتی در مورد صحبت میکنم بیشتر مسئله روانیشو خیلی واقف هستم. یعنی حتما اگه مسئله پزشکیشو دوستان سوال دارن 100% برن با یک کسی که تخصص پزشکی داشته باشه صحبت بکنن، چون نمیخوام بگم که من همه چیز رو بهترینشو بلدم. ولی چیزی که من از مراجعینی که دفترم میان در موردش میشنوم، اولا که به راحتی شما نمیتونید تشخیص بدید، مخصوصا برای کسایی که تو رابطه مرد و زن هستن، که تشخیص بدین همراهتون این ویروس و این HPV رو داره یا نه، به خاطر اینکه در آقایون خیلی وقتا اصلا سیمتومی نداره. و چیزی که خیلی مهمه، شما در مورد کاندوم صحبت کردیم، ولی بعضی مواقع اگه هم حتی کاندوم استفاده کنین HPV میتونه منتقل بشه. یعنی بهترین راهی که میتونین دوستان اون راحتی خیال براشون ایجاد بشه که خودشون و همراهشون با هم تست انجام بدن. یعنی تست رو بیان به هم نشون بدیم و چه آرامش خیالی میتونه بده. و لزوماً هم کاش دوست دارم که حتی تو آمریکا جا افتاده تر هستش که بتونین راحت در مورد این چیزا صحبت کنین. اگه قرار من از تست تو میپرسم یا تستمو دارم نشون میدم، دلیلی نیست که به تو شک دارم. این یک قسمتی از آداب و رسوم رابطه جنسی میتونه باشه. من که قشنگ چند ماهی با میرم تست میگیرم با خیال راحت میذارم تو موبایلم هر جا میرم. آفرین. مدرکمو سری رو میکنم. چون میگه من اونور OCD هم مثلا از اونورم میدونیم، چون به نظرم زیبایی سکس اون تو اون رها کردن و کر و کثیف بودن و دیوونه بودن تون، مثلا من اصلا OCD ندارم ولی درک میکنم، میدونی اون بعضیا واقعا این حساسیت رو دارن، ولی
برای من اون زیباییش میگم تو اون لحظه رها کردن خود آدم به یه حالت خیلی مدیتیتیو و مانتریک و اینا میرسه که خیلی میتونه زیبا باشه و خیلی لذت بخش. ولی میگم دیگه ما اون تابوها، اون حرفا، اون فکرهایی که دوربرش انقدر درست کردیم و انقدر یه قول بزرگیش کردیم که یعنی من توی ایران به خصوص اینو بیشتر، یعنی با کسایی که توی غرب بودن وقتی که رابطه جنسی داشتم خیلی حل شده تر و راحت تر بود خیلی بحثا، تا اینکه توی ایران حتی با دختری که حتی چندین بارم تجربه جنسی و سکشوال هم داشتم بازم براشون یعنی خیلی زمان میبرد که به اون حد راحتی با پارتنرشون برسن، چه با من چه با هر کسی. یعنی خیلی معلوم بود که یه گاردی بود هنوز نسبت بهش، با اینکه آدم های خیلی روشنفکر و خیلی تحصیل کرده و فعلا این فرقی نداره، یعنی اصلا یعنی اون انقدر عمیق رفته بود توی همون ضمیر ناخودآگاه همونجوری که تو میگفتی، اون شرم یا اون ترس که سخت بود براشون اکسپرس کردن خودشون. من فکر میکنم توی این موضوع اتفاق بعدی که میفته اینه که آدم وقتی که اون ترسه به وجود میاد، همون که اول بحث گفتیم، باعث میشه که نتونه بتونه راحت خودش رو اکسپلور کنه، بدن خودش رو، روح خودش رو. و که این به هم میگرده به بحث بعدی که میخواستم باهات بکنم در مورد خود ارضایی. خیلی خانوما اتفاقا در مورد این موضوع سوال کردن، فقط پسرا نه. و اینکه چندی بحث مختلف در مورد خود ارضایی، چه برای مرد چه برای زن، که بعضیا با خود ارضایی خیلی راحت‌تر و بهتر به اورگازم میرسن تا با پارتنر. بعضیا میگفتن یه اعتیادیه که داریم و به خاطر این سکس برامون سخت‌تر شده و خیلی سوالای دیگه کلن. و به خصوص اون گیلت و اون شرم، خیلی احساس گناه میکرد. یعنی بچه که با میگفت آقا انگوشات نمیدونم پشمالو میشه، گوشت نمیدونم میفته، یه چشت کور میشه، هزار تا اتفاق میفته اگه خود ارضایی کنید. ولی من خواستم در مورد این تابو اینا اگه بشه یه ذره با هم صحبت بکنیم. آره حتما. ببینید خود ارضایی اولا مشکلش از اینجا میاد که مادر پدرها بسیار معمولا میترسن وقتی میبینن که حالا چه دخترشون چه پسرشون داره خود ارضایی میکنه، حالا بچه 6-7 ساله سریع میارنش، میگن ای وای بچه ما آزار جنسی دیده. ولی نه، لزوما اصلا آزار جنسی ممکن نباشه، اصلا ممکنه که فقط خیلی کیوریوس هم بچه ها، خب میبینن که اگه به این جای بدنم دست بزنم لذت بخشه، یعنی اصلا چیز دیگه ای پشتش میتونه نباشه. و وقتی مادر پدر اینجوری رفتار میکنن، دست طرف هم میکشن، راست میگن، میگن ممکنه که هزار یک مشکل کور بشی، هزار اتفاق بیفته. و از اون طرف هم که من دیدم دست بچه ها رو زیر آب داغ میکنن، یعنی تکنیک های سه حموم میبرن، یعنی این کار انقدر بد بوده سریع بعد ببریمت حموم، اینا خب این مسئله سکس رو، خود ارضایی رو اصلا تابو میکنه و چیز بدی در ذهن بچه ها و نوجوانان ایجاد میکنه. ولی حالا اگه به عنوان شخص بالغ به خود ارضایی فکر بخوام نمایی صحبت کنیم، که اولا بسیار چیز طبیعی هستش و حتی مراجعینی که میان میخوان که، حالا من خیلی از خانمایی که باشون کار میکنم مشکلی که دارن که نمیتونن اورگازم رو تجربه کنن، اصلا یکی از تکالیف اول اینه که دقت کنیم به بدن شما چه لذتی میده. همونطور که اول صحبت میگفتیم اینه که بعد بدن خودتون رو بشناسین و اگر با بدن خودتون آگاه باشین تو هر رابطه‌ای که میرین این آگاهی رو شما میتونین ببرین. و چیزی که دوست دارم خیلی روش امفسایز کنم، تاکید کنم برای دوستان، اینه که اورگازم، کسی به شما اورگازم نمیده، شما اورگازم رو تجربه میکنین، یعنی تجربه شخصی خودتونه. یعنی اگر شما خود ارضایی میکنین، دارین یاد میگیرین که هر رابطه‌ای برین چجوری اولا به همراهتون اطلاعات بدین، هم این اورگازم رو خودتون بتونین تجربه بکنین. اصلا چیز منفی نیست و من فکر میکنم خیلی چیز سالمی هست، مخصوصا حتی به آقایون در سنین مختلف، حتی دکتران یورولوژیست پیشنهاد میکنن که حتما شما این کار مستربیشن و خود ارضایی رو انجام بدین که برای سلامت جسمیتون میتونه خیلی کمک بکنه. یعنی این چیز خیلی مثبتی میتونه باشه. بعضی مواقع دوستان میترسن، فکر میکنن که حالا به صورت اعتیاد در اومده، من چرا این کارو زیاد انجام میدم. خیلی 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 وقتا از اون تابو میاد که حالا مثلا میپرسم حالا چقدر، مگه چه اتفاقی میفته؟ وقتی در مورد صحبت میکنیم میبینیم نه، زندگیشون هم تأثیری نذاشته، ولی چون انقدر با رابطه جنسی مخصوصا خود ارضایی معذب هستن که این کار رو دوست ندارن انجام بدن. ولی بعضی موقع حالا چه رابطه با خودمون چه با همراهمون به صورت گریز در میاد،
یعنی حالا یه اتفاقات اون زیرش یک حالا تراماست، افسردگی، اضطراب، انقدر زیاده بهش نرسیدیم میایم رابطه جنسی رو به صورت یک حالا دیسترکشن میخوایم بعدش استفاده کنیم. همونطور که مثلا الان تو کرونا خیلی از مراجعین هم میگن ما ساعت‌ها جلوی تلویزیون نشستیم داریم نتفلیکس نگاه میکنیم اصلا که فکرمون بره. یعنی رابطه جنسی هم میتونه اینجوری باشه که خب اگه به این صورتی هستش که براتون به این حالت گریز در اومده و زندگیتون تحت تاثیر داشته، مثلا مراجعین بودن که اصلا میگن ما سر کار نتونستیم بریم، صبح نتونستیم بیدار بشیم، رابطه با همراهمون مشکل ساز شده، که حالا اون چیزیه که میشه در موردش صحبت کرد. یکی کامنت گذاشت اینجا زده به نام خدا ترک جق. چه بامزه. در مورد این یکی چند نفر دیگه هم چون نوشتن در مورد اعتیاد به خودارضایی، اونم خودش مستری دیگه پورنوگرافی، هممونم یعنی فکر کنم تو مردا اینا من بیشتر یا نه در مورد بحث این اعتیاد به خودارضایی با پورن، من دور و برم که خب تو مردا خیلی زیاد دیدم، نه که زنان نمیکنن، معلومه که اونا با پورن خودارضایی میکنن، ولی این اکسسیبل بودن و این میدونی همه جا هست، تو موبایلت هست، تو کامپیوترت هست، تلویزیون و همه جا دیگه انقدر زیاد هست پورنوگرافی اکسس بهش، این اعتیادی که به وجود میاره و میدونی از این طرف خب خیلی به رابطه سکشوال خود آدم ضرر میزنه به نظرم اگه زیادی بیش از حد فقط تو فوکس کنی روی یه چیزی و نه فقط به این، میدونی ما به انگلیسی میگن we're creatures of habit، ما موجودای چی میگن habit چی میشه فارسی خودم عادتیم، یعنی یه سری عادتایی که میفته تو مون سخت از اونو کندن، وقتی هم عادت میکنیم از یه راه فقط ارضا شدن طبیعتاً اون مغزمون جوری که شک میگیره با هورمونا اینی که فقط این دیگه تنها جوری که من میتونم به اون حد اورگازم برسم و خب سخت میشه رابطه. چه جوری آدما میتونن با چیکار کنن یعنی که یه ذره از این اعتیاد کمتر بشه به این داستان؟ خیلی حرف جالبی صحبتش کردی. اصلا من ورودم به فیلد سکس تراپی این بودش که یه خانومی اصلا تو الی تخصصشون ترک اعتیاد جنسی هستش، مثلا با ایشون شروع کردم و هر چقدر که تو این زمینه کار کردم دیدگاه هم خیلی عوض شد. الان بهت میگم چه جوریه. چون میان خب میگن که تعریف اعتیاد جنسی چی هستش؟ اعتیاد جنسی این هستش که انقدر حالا چه به مستربیشن چه به نگاه کردن پورن اینا مشغولین که قسمت‌های مختلف زندگیتون تحت تاثیر قرار میده. حالا رابطه جنسیتون با همراهتون میتونه باشه، کارتون میتونه باشه، روابط اجتماعیتون ممکنه باشه، حالا دوستاتون بخوام برن بیرون بگید نه من نمیرم، یا اتفاقی هم که میتونه بیفته اینه که افراد حالا مثلا اول پورنه بعد وبکم میشه بعد حالا تو کوچه میخوان یکی رو سوار کنن، اینا ممکنه بیشتر و بیشتر بشه ریسک اون رفتارها. اون تعریفی که اون گروه میکنن در مورد اعتیاد جنسی، ولی تحقیقاتی که جدیدتر شده نشون داده که مثلا وقتی قمار میکنین، وقتی جکپات میزنین، این دوپامین پدوه مغزتون اصلا روشن میشه، این تمام درگیری اعتیادهای مختلف اون روشن شدن دوپامین پدوه، ولی برای رابطه جنسی این رو توی مغز ندیدن. اومدن حالا تعریف کردن، تعریفی که دارن میگن out of control sexual behaviors. حالا out of control sexual behavior اینه که چه کسی تشخیص میده کنترل چیه؟ شما تشخیص میدین که آیا روابط من این رابطه حالا با همراه همه با فیلم جنسیه اینا آیا خارج از کنترل من شده یا نه. اگه واقعا خارج از کنترل شده درمانش اینه که ببینین که دارین به چه دردی میرسین. آیا یه قسمتش هستش که OCD هستش، چون بعضی مواقع وقتی که OCD داریم به یک کاری رو باید تا آخر انجام بدیم، میتونه اضطراب باشه، میتونه تراما باشه، یعنی بیایم به اون مسئله زیریش بپردازیم و ببینیم که حالا به جای این مستربیشن چه کاری رو میتونیم انجام جایگزینش بکنیم که اون مشکل اصلی رو بیایم حل بکنیم. یک چیز دیگه هم که من به دوستان پیشنهاد میکنم این هستش که حالا فیلم پورن اصلا میگم اشکالی نداره، ولی اتفاقی که میفته اینه که بعضی مواقع مخصوصا که وبسایتایی که مجانی رو نگاه میکنیم که یه فیلمای پشت سر هم فیلمای مختلفو نشون میده که اصلا همچین آدما هوک نگر میدارن که اون باعث میشه که آدم اصلا از امیال جنسی خودش خارج بشه. پیشنهاد من این هستش که بعضی مواقع وقتی که خودارضایی میکنیم به فانتزیهای فکری خودتون خودارضایی کنین، یعنی ببینید که چه چیزی به شما میل جنسی رو زیاد میکنه و به اون بپردازین جای پورن. جانم بفرمایید. نه خیلی نکته تو خوبی گفتی. منم هر جا که تحقیق کرده بودم در مورد موضوع همین موضوع دقیقاً بهش اشاره کردی که با فانتزی خودمون
که این کارو بکنیم، چون واقعا اون رابیت هول پورنوگرافی که میافتی توش واقعا آدم میدونی اصلا همجوری اون توقع تو اون راه ارزش داشتن همینجوری میره بالاتر و عجیبتر میشه و دیگه از سکس عادی دیگه لذت برای همین جدی خودم میگیرم که زیاد نکنم این کارو، یعنی در حد یه معمولی باشه. برای خودم مثلا واقعا اینجوری که دورانی که خیلی افسردم یا خیلی عصبیم اتفاقا بیشتر وقتایی که میرم دنبال خودارضایی، چون اون یه فرار میشه. دقیقا اون بحثی که در مورد قمار کردی، من چون حرف زدم اینجا یه اعتیاد وحشتناکی به قمار داشتم قبلا تو زندگیم، واقعا هم چون درک میکنم اعتیادو، میدونم یه فرار لحظه، یه واکنش لحظه به یه درد عمیق‌تر، یه سمپتوم دیگه، اون فقط اون میدونی اون کاز اصلی داستان نیستش. و این اتفاق خیلی تمرین خوبیه. منم دقیقا به همین رو در موردش خونده بودم که آدم با فانتزی خودش بتونه به اون خود ارضایی برسه خیلی بهتره، و این دیگه تحت تاثیر اون سیگنال‌های خارجی نمیشه که همش داره دریافت میکنه. دقیقاً. و چیزی هم که همونطور که شما گفتین که با رابطه با همراهمون میتونه تاثیر بذاره، البته چجوری میتونه تاثیر بذاره، چون ما اون وقت همش مجبوریم یک تصویر خیلی خاصی رو بهش فکر بکنیم، اصلا بعضی مواقع با فکر خودمون رابطه جنسی داریم، یعنی دیگه تو اون لحظه نیستیم. و یکی از چیزایی که میتونه رابطه جنسی جذاب بکنه که تو اون لحظه با همراهتون باشین، یعنی ببینین چه سنسیشنایی از چه خبری میشه که با هم اونجوری لذت ببرین، چون هر چقدر که فقط به فانتزی پناه ببرین از اون حالت جسمی سکس در میاد. خیلی از بچه هم در مورد این اصلا کلن پرسیدن که واقعا اگر فواید سکس چیه؟ یعنی کلن چیزای بعضی ها چون میدونی یه دیدگاهی دارن که اصلا سکس کلن چیز بدیه، یعنی اینو اسوشیت میکنن بازم به خاطر اون طرز فکر حالا محافظه‌کاری یا تاریخی یا هرچی که کلن سکس چیز بدیه. خیلی میپرسن آقا سکس اصلا چیز خوبی هست یا نه، فوایدی داره نداره برامون؟ نظر در مورد این سوال چیه؟ قسمت‌های مختلف سکس خب فواید مختلفی داره. چقدر مقالات مختلف در مورد فواید اورگازم و اورگازم صحبت کردن که میتونه خوابتون رو تنظیم کنه، روحیتون رو بهتر بکنه، رابطتون رو نزدیک‌تر کنه با همراهتون. یعنی اصلا توی جامعه آمریکا به عنوان یک اکت سلف کر، یعنی اصلا همونطوری که حالا کتاب می‌خونید، ورزش می‌کنید، خودارضایی رابطه جنسی هم سلف کر میتونه باشه. ولی حالا در زمینه رابطه با همراهتون اصلا یک گروهی هستن که این مسئله اسپریچوالیتی و عرفانی رو در راه سکس تجربه میکنن، یعنی انقدر لذت میبرن، انقدر اون لحظه با همراهشون یک سو و یک راه میشن که اصلا میگن خدا به خدا میرسیم. و همون پرکتیس های تانترا اینا هم همش دور این مسئله میگذره. و وقتی که سرکوب میکنیم ما این افکار جنسیمونو، یک قسمت بزرگی از خودمون رو سرکوب میکنیم. یعنی رابطه جنسی با خلاقیت ما در یک جا قرار داره. یعنی وقتی که رابطه جنسی رو میخوایم سرکوب کنیم، یعنی اون خلاقیت خودمون رو هم بعضی مواقع سرکوب میکنیم. من همیشه تز احمقانه غیر علمیم این بوده که اگه همه این آخونده یه دوز نمیدونم ماشروم یا اسید خوب میزنن یا اورجی گنده داشته رو، نصف مسائل مملکت حل میشد. شادم دارن. مرا والا اینا که از اینا بعید نیستش چیزی. ولی آره توی این بحث خیلی خیلی برام جالبه که بچه‌ها کم کم دارن یه ذره احساس راحت‌تری می‌کنن، می‌دونی داره بیشتر و بیشتر داره شکسته میشه این دیوار، این ترس و این شرم توی این رو. هنوز خیلی کار داریم به عنوان فرهنگ، ولی فکر کنم با همین صحبت‌های خودمونی و یه ذره ریلکس‌تر داریم یک کمکی داریم می‌کنیم که این بحث بره جلو. چون میگم بازم خیلی مامان‌باباها دارن گوش می‌کنن، خیلی مامان‌بابایی که گوش می‌کنن این پادکست، مثلا یکی از بزرگترین کامنت‌هاشون اینه که وای چقدر جالب رام، یه پنجره به دنیای جوانای یا بچهای خود ما باز کردی که بریم تو سر اینا چی می‌گذره. و می‌دونی سکس از اون بحثایی که اصلا مامان‌بابا اصلاً دوست ندارن برن طرفش با بچه‌هاشون، ولی میگم داره روز به روز بهتر میشه. و این اعتمادی که بچه‌ها بتونن بکنن که برن در مورد این مسئله با مادر پدرشون، چون اونا اولین حریمه، میدونی اولین گاردیناش اصلیشون اونا هستن، میدونی اولین بوتایی که به دنیا میان و اونا رو میبینن که همه چیزو بهشون یاد میدن و میدن تو این دنیا، برای میدونی اونا براشون امن‌ترین آدمان. و برای همین بچه‌ای که اون آدمی که باید بیشترین امنیت رو بهش بده وقتی بهش نمیده، خیلی احساس ناراحتی میکنه، خیلی احساس ترس بیشتری میکنه. برای همین ما هم با گوش میکنید
اون فضای امن رو ایجاد کنیم برای بچه‌هاتون. خیلی مهمه، چون میگم اگر نکنید، میگم این باز از این کلیپ من کلیشه به کار میبرم، میگم the more you push the more she runs. واقعا یعنی هر چی بیشتر به نظر من فشار بیاریم، یعنی دیگه هممون دیدیم جوانات به یکی بگی نه این کارو نکن، صد برابر بدترشو میره میکنه. اصلا تو ذاتمونه که یکی به اون بگه یه کاریو نکن با کله بریم، بخصوص وقتی که جوان تینیجر ادلسنت پر هورمون سکشوال اینا هستیم. مطمئن باش اگه بچت بهت میگه من کار نمیکنه، داره صد برابر بدترشو داره میکنه. ولی آره این بحثا خیلی مهمه و من خیلی هم خوشحالم که اومدی امروز با هم صحبت کردی. من فکر کنم که من تو خیلی خیلی باید بشینیم ساعت‌ها حرف بزنیم، یعنی مطمئنم خیلی خیلی از فنا هزار تا سوال. من گفتم امروز بیشتری بحث کلی داشته باشیم، بعدا میتونیم توی جزئیات بیشتر بریم. معمولا نزدیکای آخر پادکست هنوز تموم نشده، ولی نزدیکای آخر دوست دارم که از مهمونام یه سوالی بکنم که یه چیزی رو اعتراف کنن که تا حالا هیچ جا پابلیکلی نگفتن. میتونه چیز خیلی احمقانه کوچیکی باشه، یه حبتت، یه عادتی. من مثلا اینجا اعتراف کردم که برای اولین بار با هنتای خود ارضایی کردم تو دوران کرونا، کاری که تا حالا نکرده بودم. ولی دیگه when in Rome به قول معروف. نمیدونم چیزی هستش که تو ذهنت بیاد که در مورد خودت که مثلا چه میدونم مسواک مثلا فقط مثلا روزی 5 دفعه میزنی، یا چه جوراب قبل از خواب میپوشی، یا رانندگی میکنی، یا دعایی میخونی تصادف نکنی، یا عادت عجیب غریبی چیزی داری که خب اینو بعضی از مریضام باشون صحبت کردم، یعنی خیلی وقتا که مراجعینم میدونن، ولی خب خیلیا نمیدونن. اصلا جوری که من به فیلد سکس تراپی اومدم، حالا یه خورده از اون رازی که شما گفتین بزرگتر بود، این بودش که اصلا من دنبال، یعنی خب برام سکس مهم بود، ولی خب اصلا تخصصم اختلالات تغذیه بود. مسئله ای که بود اینه که یه روز پاشدم و دیدم اصلا سکس وحشتناک دردناک شده و هیچ کاری نمیتونستم بکنم که عوضش کنم، و این دلیلی شد که اصلا این در قد شدی نازنین هستی؟ جهان اپروپریت بود این چیزی که نمادون شیر کنم. نازنین ببخشید قد شدی یه ثانیه، تصویرت رفتش. یه بار دیگه میگی، داشتی میگفتی که وارد این فیلد شدی؟ آره، وقتی که وارد، جوری که من وارد این فیلد شدم، مثلا تخصصم همیشه، خب اصلا دانشجوی رشته دکترای روانشناسی بودم، خب به سکس هم همیشه علاقه داشتم، اوپن مایندد بودم، ولی جوری که من اصلا وارد این دنیای سکس تراپی شدم، این بوده که یه روز پاشدم هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود. شروع شد که رابطه جنسی دخول وحشتناک دردناک شده بود، و این مسئله برای چندین و چند ماه طول کشید، و اینجوری شدش که من اصلا به این راه سکس تراپی کشیده شدم و دیدم که چقدر زندگیمو عوض کرد. حالا این نمیدونم راز کوچولو بود، بزرگ بود، چجوری بود، ولی دوستشم پرفکت. خیلی خوبه شیر کنم. نه خیلی عالی بود. نازن یکی دو تا سوال دیگه هم هستش اگه اشکال نداره بپرسم. آره؟ ازت بعد ببین، یک چیزی که خیلی پرسیدم به خصوص توی خانوما بیشتر بود، یه ترسی از این مسن شدن، یه ترسی از یه سنیورت کردن، و به این که اون لذت بعضی میدونی یه احساس ترسی بخواست تو فرهنگ ما، میگم ببخشین کلمه رو استفاده میکنم، کلمه زشتی، ولی میگم مثلا طرف ترشیده، و چون سوالی که خود طرف کرده دارم پارافریز میکنم، و این افکار خیلی منفی که در مورد زن هستش، و خب که رو خود زنان وقتی که این فشار میدیم باور خودشون هم اعتماد به نفسشون شاید یعنی تو مردم فکر میکنم باشه، حالا تو دید نمیدونم چقدر، من خیلی فکر نکردم به این مسائل، راست فقط دارم از شما که اکسپرتی سوال میکنم. برای زنایی که ذره براشون سنشون که میره بالاتر ولی دوستان هنوز سکس داشته باشن، و این ترسایی که وجود داره چجوری باید باش دیل بکنن؟ ببین، اولا که چیزی که میخواستم با شنوندگان شما در میون بذارم این هستش که اتفاقا یه مقاله تازه در زمینش نشون بودم که آدم، گفتن در چه سنی، سوال واسه یه مجله دیگه بود، گفتن در چه سنی آدم به پتانسیالش، ماکسیمم پتانسیال رابطه جنسیش میرسه، و چیزی که من توی مددجویانم میبینم این هستش که اصلا حدود وسط دهه 30 و آخر 30 اصلا دستشون میاد که سکس چی هست، چون اول دهه 20 همش همون که شما میگفتین فوکس میکردن که سکس چجوری باید به نظر برسه، همش فکر میکنن آیا من مثل این فیلم پورن، این ستاره فیلم پورن هستم، آیا همراه هم راضی هست، ولی آدم میخوره سنش بالاتر میره، خودش بیشتر میشناسه، با خودش راحت تر میشه، یعنی اصلا میتونه رابطه جنسی بهتر و بهتر برای خانم‌ها بشه. این چیزیه که من اصلا میتونم به طور قطع بگم که خیلی خیلی از
مراجعینی که میاد میشنوم. و مهم اینه که فوکس کنیم که این رابطه جنسی و سکس چجوری من در احساسش میکنم، نه اینکه چجوری به نظر میرسه، یعنی how does it feel versus how does it look. یعنی اون خیلی مسئله مهمی هستش. میدونم که جامعه ما مسئله ظاهری خیلی مهم هست، یعنی حالا دیگه تعارف که ندارین دیگه، یعنی همه بقول شما این جراحی مختلف میکنی، کارهای مختلف میکنی که ظاهر رو نگه داری، ولی رابطه جنسی اگه که به اون احساس خلاقیت، اون انرژی جنسیمون متوسل بشیم، هر چقدر که سن بالاتر بره میتونه بهتر بشه، چون آگاهی شما در زمینه رابطه جنسی بهتر میشه. بعد از یه سوالی که من خیلی وقت‌ها میگیرم از افراد در زمینه این دوران منوپازه که میگن رابطه جنسیمون کم شده یا دردناک شده، خب یه قسمتیش میتونه هورمونال باشه، ولی درمان‌های پزشکی خیلی راحتی هست، یه هورمونایی هست که میتونن مصرف کنن و اونا همش مسائلیه که، یعنی مثلا همونطوری که دستتون شکسته میرین دکتر تو گچ میگن درست میشه، به همون راحتی میتونه حل بشه. یعنی این فکری که اشتباهی که در ذهن افراد هست که من افرادی که سنشون بالاتر، حالا چه آقایون چه زنا و مردا، سکس برای اونها نیست رو باید از سن فکرمون کنار بذاریم. تحقیقات نشون میده که همونقدی که دوران جوانتر در اوریج سکس داشتی، دوران پیری هم میتونی همون اوریج رو داشته باشی. آره، ما یه دوست خیلی قشنگی داریم اتفاقا تو الی که سن خیلی بالایی دارن و همیشه دوست پسرای 20 ساله همچنان با انرژی و با کلی شوق داره به زندگیش کلی حال میکنه و دمش هم گرم، خیلی آدم ماهیه. آره، و میدونی من فکر میکنم یکی از مسائلی که هستش، میدونی این فشاری که ما رو پارتنر رو میذاریم، چه زن روی مرد، چه مرد روی زن، چه هر کسی که هر گرایشی داره، میدونی اون توقعاتی که ایجاد میکنیم توی پارتنرمون که باید یه شکلی باشه، و اون باعث بشه که اون آدم اعتماد به نفسش کمتر بشه، سخت‌تر بشه و نتونه خودش باشه. واقعا میدونی دقیقا مثلا خیلی جالب بود، یا یه آدمی چند پیش یه مسیج گذاشته بود توی یکی از این کامیونیتی ها که یعنی چی من باید با زنم هر دفعه میخوام سکس داشته باشم کانسنت بگیرم. یعنی طرز فکر رو ببین، آدم اصلا شاخ در میاری. مثلا من اینا رو میشتفم اینجوری هم که یعنی کجای دنیا زندگی میکنی تو، میدونی؟ یعنی و وقتی که هنوز یه سری آدم ها اینجوری فکر میکنن در مورد این بحث مالکیت خیلی ترسناکه، به خصوص برای تو جامعه مرد سالاری هم که خیلی بیشتره و خیلی ترسناک داره که این حس مالکیت دارن، به خصوص وقتی که ازدواج میکنن و حق دارن هر وقت که هر چی میخوان داشته باشن، میدونی؟ این مسئله، این کانسنت و انتخاب و اشتیاق اصلا توی الان دیدی که با موومنت میتو که بالاخره با ایران کچاپ کرد و چقدر اتفاقاتی افتاد، بالاخره یه چراغ کوچیکی توی تاریکی خیلی وحشتناکی گذاشت، چون انقدر این داستانو زیاد من انقدر وایس گرفتم از آدمایی که سمت استادشون، معلمشون، نمیدونم پلیس، از آخوند، فلان، هر چی که فکر بکنی مورد خشونت جنسی قرار گرفتن و وحشت دارن که به کسی بگن، بخاطر اینکه جامعه چی فکر خواهد کرد در مورد اونا، از ترس اینکه اتفاقی برای جونشون بیفته چون آدم اونو تهدید کرده به خشونت دیگه ای اگر بره با کسی صحبت بکنه. برای تو اون محیط خیلی سخت داره و به خصوص برای زنا که احساس راحتی بکنن. اینم یه مسئله دیگه است که دوست داشتم در موردش حرف بزنیم. و اینکه الان مثلا میگم این میتو که شروع شد تو ایران، باز همه شروع کردن صحبت کردن، ولی باز هم خیلی جالب بود، خیلی از مردا و زنا آدم قربانی و مقصر میدونن، گفتن چرا این شکلی لباس پوشیدی، چرا رفتی خونش، چرا جوابشو دادی، و نمیتونن باز درک کنن که بابا اون آدم که تو اون لحظه هزار تا دلیل داشته که اون تصمیمو گرفته یا خودش تو اون موقعیت قرار داده. و خیلی عجیبه که اونقدر سمپاتیک به اون اندازه که فکر میکردم نبودن با قربانی وقتی این اتفاق افتاد، ولی میگم داره روز به روز داره بهتر میشه، باز داره روشن‌تر میشه، خبررسانی خیلی بیشتری داره در مورد این موضوع میشه. خب خیلی بحث مهمیه این مسئله کانسنت و این اجازه دادن به همراهتون که حالا چه کارایی بکنه چه کارایی نکنه. خیلی وقتا اصلا من با زوجایی که کار میکنم که سنتی تر هستن، اصلا این مسئله داینامیک پدر سالاری مرد سالاری اصلا رابطه جنسی هر دو رو داره تحت تاثیر میذاره. چون حالا فکر کنین که هر دفعه که زنتون رو مجبور کنین که باهاتون سکس داشته باشه، یا اگر اینکه حالا فکر کنین که اصلا اون رغبت نداره، اصلا یک بار خوش
خشونت جنسی تو رابطه باشه که ناخواسته باشه، اصلا داینامیکو عوض میکنه. اون وقت مثلا اون آقا میاد میگه که چرا من باید التماس بکنم که زنم با من رابطه جنسی داشته باشه، چرا هر شب یکی از دوستان میگفتن که من همراه هم لباس خوابهای شهوت کش میپوشه. من نمیدونم اینا از کجا میخره. خب اینم سیگنال اینه که خب نمیخواد رابطه جنسی داشته باشه. یعنی که اینا همش تو رابطه اثر میذاره. و چیزی که در مورد کانسنت و این اجازه دادن مهم هستش که دوست دارم دوستان بدونن، همون چیزی که شما تاکید کردین که بدن شما به شما تعلق داره. اصلا اگر شما اجازه دادین که طرف ببوستتون، لزوما اجازه ندادین که به سینه هاتون دست بزنه. اصلا اگر اجازه رابطه واژنی دادین، اجازه رابطه مقعدی ندادین. یعنی اینا همش چیزایی که چون بعضی مواقع انقدر احساس گناه داریم در مورد رابطه جنسی و فکرمون احساس بدی به این مسئله داریم که اصلا خودمون میایم میگیم به طرف من اجباً بوسیدمش، پس لابد من بهش اجازه دادم. یعنی اینا مسائلیه که مسائل فرهنگیه که کارهایی بعد انجام بشه، مثل مال پادکست شما که اصلا بررسی بشه که اصلا کانسنت چی هستش و که هر دو طرف روشن بشه. آره مرسی، این خیلی جنبندی خیلی خوبی بود این و این بیشتر و بیشتر هم در مورد این بحث خواهد شد. یک سوال آخرم اینه که در مورد erectile dysfunction یا نمیدونم به فارسی چی میشه، کسی که نمیتونه راست کنه، نمیدونم ترجمه فارسیش چیه، میگه مشکلات نعوض. فکر کنم من تازه واسه پادکست هم نگاه کردم، درست میگم؟ من که روحم خبر نداره، من فقط انگلیسیشو میدونم. ولی نمیدونم، حالا یه مشابهش هم برای زنا اصطلاحی وجود داره، حالا یعنی که تمایل جنسی کمتری مثلا داشته باشن یا و کلا این چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی سوالم داره که اون میل جنسی اون برگرده، اون هیجان برگرده. برای اینکه من خودم مثلا میگم داستان خنده رو که بار تعریف کردم این بود که نیویورک فشن ویک با دوستم دو دختر مدل خوشگل آوردیم خونه و مثلا من نتونستم هیچ کاری کنم شب، چون انقدر مشروب و دراگ زده بودم و فلان اینا. دخترم خیلی مهربون با من میگفت آخه اشکال نداره، ولی من تو دلم اعتماد به نفسم تا 6 ماه ترکید، اصلا دیگه نمیتونستم اصلا هیچ کاری بکنم و انقدر حالم بد بود، انقدر از خودم حالم به هم میخورد. برای من یعنی خیلی فکر میکنم توضیح سایکولوژیکال، نمیدونم فیزیکال هم هستش یا نه، و میگم حالا بحثش هم برای زنام نمیدونم چه جوری اونام اون تمایل جنسیشون چه جوری فرق میکنه یا نه، ولی چی کارا میشه که هر کی آدم میدونی اون بتونین اون اوورکام کنه و برگرده به اون هیجان و به اون میل جنسی. خلاصه که اسمش درست میگم، ولی این سلامت نوز فکر کنم که میگن چه قسمت های مختلفی داره. یه قسمتش قسمت سلامت جسمیمون هستش، یعنی که اصلا به خاطر اون که ارکشن اتفاق بیفته باید اصلا حتی قسمت اصلا میگم فیزیولوژیکالش اینه که این رگای خونیمون درست باشه. یعنی که مشکل کسایی که مشکلات قلبی دارن براشون مشکل ارکتایل دیسفانکشن، کلسترول، یعنی تمام اینا و بعضی مواقع تستوسترون ممکنه پایین باشه، اینا همه اثر میذاره. یعنی پیشنهاد من به دوستان اینه که 100% اگه مشکل همیشگی دارند به یورولوژیستشون، به پزشکشون مراجعه بکنن. چیزی که خیلی طبیعی است که خیلی وقت دوستان نمیدونن، کاملا طبیعیه که اگه 10 دفعه سکس داشته باشین 3 دفعش نتونین اصلا این ارکتال فانکشنینگ داشته باشه، یا مثلا این ارکشن اتفاق بیفته از دست بدین. این کاملا طبیعی هستش که همه این تجربه رو تقریبا میکنن، یعنی اون قسمتش طبیعی هستش. ولی اگه مثلا هر 10 دفعه 10 دفعش مشکل هستش، خب این چیزی که باید بهش رسیدگی بشه. از نظر روانی اتفاقاتی که میتونه بیفته این هستش که به خاطر اینکه ما این بتونیم ارکشن رو بگیریم، باید از در نروس سیستممون، سیستم عصبیمون یک جای خیلی خاصی باشیم. اگه خیلی مضطرب باشیم ارکشن اتفاق نمیفته، چون توی خونمون کورتیزول ترشح میشه و یا ممکنه که ارکشن رو از دست بدین، یا اگه اون هیجان جنسی هم نباشه که اون هم باعث میشه که اصلا نشه ارکشن اتفاق بیفته. یعنی یک قسمت مهمش این هستش که یک آرامشی رو خودتون رو برسونین. و این بعضی مواقع این کار رگولیت کردن سیستم عصبی میتونه با کارهای تنفسی اتفاق بیفته. یعنی شما میتونید
با بریدینگ اکسرسایز کمک بکنین که اون سیستم عصبیتون رو کنترل کنین، رگولیت ترش بکنین. و من پیشنهادی که به مراجعین خودم میکنم این هستش که اصلا این تمرین رو وقتی که دارین خود ارضایی میکنین انجام بدین، که هی خودتون رو به یه حدی برسونین که نزدیک ایجاکولیشن هستش، به نزدیک اورگازم هستین، ولی بیارین پایین، که یعنی تمرین بکنین که این تمرین در شما ایجاد بشه. یعنی اون کارهای تنفسی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه. بعدم یه قسمت دیگهش مسئله فرهنگیه. مسئله اینه که به همراهمون این دیدو داریم، مخصوصا تو رابطه زن و مرد، که این که خیلی پرشر رو آقایونه که این آقا باید اورگازم رو ایجاد کنه، ارکشن رو نگه داره، اصلا آقایون باید سکس ماشین باشن. یعنی یه بار این ماشین کار نکنه، یعنی یه اشکال اساسی داره. همین حرفی که شما فرمودی که اصلا اعتماد به نفس آدم آقایون ممکنه تحت تاثیر داشته باشه، قرار بگیره. یعنی اون یه قسمتش هم اون قسمت سایکولوژیکاله. خیلی قسمت‌های مختلف داره، ولی خب بگو کجاشو می‌خوای بیشتر صحبت کنم. نه خیلی خوب بود به نظر این میگم اون بحث اعتماد به نفسش خیلی مهمه. همون توقعی که ایجاد میشه، میدونی، مردا که فکر میکنن که باید میدونی یه سکس ماشین باشن، میدونی، و اگر هرچی کمتر از اون توقعی که ازشون هستش احساس شکست. من خیلی راحتم الان اگر مثلا راست بکنم خوبه، نکردم خیلی ناراحت نمیشم، میدونی. و الان با خودم با بدنم اصلا، یعنی با هیکلم، با کچل بودن و پشمال بودن، اصلا یعنی همه چی خودم انقدر دیگه راحتم. من فکرم خب بالاخره کلی زمان و تجربه آدم یه شبم به اینجا نمیرسه، ولی هرچی زودتر به نظرم با خودت به راحتی برسی، لذت همه چیزم برات خیلی قشنگتر و راحتر میشه. چون دیگه اون ترس رو که وای اینجا یه جوش هست، یا بدنم نمیدونم سینم اینجا فلانه یا چی میدونی، این توهم هم خیلی باعث میشه که ما اوورثینک کنیم یه سری موقعیت ها رو و نتونیم، بازم همونجوری که من گفتم، که بتونیم لت گو کنیم خودمون رو تو لحظه و واقعا لذت ببریم از کلا قضیه. اینا باعث میشه که هی خودمون هی سلف کانشس باشیم، هی خودآگاه باشیم، و این باعث بشه که راحت نباشیم توی اون سیچویشن. و میدونی بعدیش اینه که اگه از همون اول این ارتباط رو برقرار نکنی، کامیونیکیت نکنی، توی این لوپ مریض آدم میفته و هی عمیق‌تر برای خودت یه چاله میکنی و دیگه بیرون اومدن از توش خیلی سخت‌تر میشه. بله، و ممکنه سکس رو اوواید کنی. اتفاقا الان یادم افتاد که در مورد یکی از مراجعینی که داشتم، یه آقای خیلی موفق آمریکایی بود، یه کار خیلی خوب هم داشت، خیلی گود لوکینگ بود، ولی اصلا یک بار این مسئله ارکشن دیسفانکشن براش اتفاق افتاده بود و اصلا دیگه میترسید سکس داشته باشه. بعد از اون هر وقت که میخواست این رابطه جنسی رو داشته باشه، انقدر فکرش مشغول میشد که اصلا ارکشن رو از دست میداد یا اوواید میکرد یا 100 دفعه چک میکرد، که اصلا ارکشن از اون چیزایی که خیلی بهش وسواس خرج بدی، چون اون سیستم عصبی بالا تعمیری از دست میدی. پیشنهادی که بهش کردم، گفتم که حالا مثلا به این خانمی که اینترستدی بهش بگو بعضی موقع من انقدر اکسایتد میشم ممکنه که ارکشن از دست بدم. این به ذهنمه. گفت اصلا حرفشو نزن، من محاله که بگم حرف غروری که گفتی. راستش یه بار از این مسئله از ناچاری بهش به خانم آخر گفت دیگه، گفتش که من الان نگران این مسئله‌ام. اصلا از وقتی که با همراهش اینو در میان گذاشت، اصلا دیگه اون مسئله براش ایجاد نشد، چون اصلا دیگه رابطه جنسی اون فشارش کمتر شد. یعنی یه قسمتشون فشاری هست که به خودمون میذاریم، حالا چه زن باشیم یا چه مرد، و توقعی که به رابطه جنسی میاریم اونم میتونه خیلی مضر باشه. خیلی هم خوب نازنین جون، خیلی خیلی حال دادا این بحث، و من خیلی خوشحال میشم اگه برگردی تو این برنامه با هم بیشتر صحبت بکنیم، چون مطمئنم بچه ها، اولا که این باکست که فردا صبح پاشی که تعطیله، فردا که نه، چند روز دیگه اینو میدم بیرون این پادکست رو فکر کنم، ولی هر وقت اومد بیرون good luck with all of that. من از شر یه سری آدم حشری راحت میشم که با نه شوخی میکنم. اینا هم نه، بچه هایی که بالاخره سوال دارن میریم با از من و تو میپرسن، چون کسی دیگه ندارن بپرسن ازش واقعیتش. میدونی من شاید حالا باز شما حرفتونه، ولی من که هیچ گویی نیستم. و میدونی و این فکری که بچه ها این همه سوال دارن، و خیلی وقتا میگم سوال های خیلی ساده و ابتدایی، خیلی هاشون آدم میدونی واقعا دوست داره کمک کنه و به این بچه ها یه حس و یه آرامشی بده که بتونن راحت تر زندگیشون رو بکنن. چون بخوایم قبول کنیم نکنیم، این دنیایی که دیگه توی زندگی کنیم، بچه ها همه دارن با سوشل میدیا بزرگ میشن. یعنی ما برداشتمون از زیبایی، از سکس، از خیلی از چیزا دیگه توی این
دستگاه یه جوری قرار گرفته که می‌دونیم فقط داریم رقابت میکنیم صبح تا شب، در حالی که چیزی که متوجه نمیشه که آدما توی بهترین زاویه، تو بهترین نورا، توی بهترین کرمای پوستی و فلان و چیچی دارن خودشون رو نشون میدن به دنیا، ولی واقعیتمون خیلی زشتر و کر و کثیف‌تر از این حرفاست که اشکالی نداره. یعنی اونم خودمون رو همون جوری که هستیم دوست داشته باشیم، خیلی راحت‌تر کنار میایم با خیلی از مسائل، به جای اینکه همش این حس رقابتی یا حس حسادت یا کمبود که میکنیم که آقا I'm not good enough یا خوب نیستم. خیلی از مسائل از اینجا به نظرم ریشه‌شون پیدا میشه. درصد راست میگی، قسمت بزرگ این لذت جنسی و باز کردن به این دنیای اراتیسیزم این هستش که وانربلتیمون رو نشون بدیم. یعنی اصلا یه چیزی که رابطه جنسی رو قشنگ میکنه که اون شما به عنوان یک شخص واقعی نشون بدید، نه اینکه حالا مثلا اون پلاستیکی که آدم مثلا فکر میکنه همه بعد یه قیافه باشه. و واقعا من فکر میکنم کار فرهنگی خیلی خوبی دارین انجام میدین که این همه مثل. اطلاع رسانی میکنین، اینقدرم اوپن هستین، به خاطر اینکه چیزی که تو فرهنگ ما رایجه اینه که اصلا آدم به قول آمریکایی‌ها dirty laundry تو اصلا نباید بیرون بذاری که کسی ببینه و میگه با سیلی صورتش باید سرخ نگرداره. من که همه چی ریختم بیرون دیگه، از من کون لختر نیستش واقعا توی فکر میکنم توی این میدیای فارسی. و میگم خیلی هم از خیلی برام مهم بود که به بقیه هم این شجاعت رو بدم که میتونید خودتون باشین و اتفاق وحشتناکی نمیافته. من خیلی جالب خودم یه سری از فامیلام هم گوش میکنم این پادکست، هر از گاهی هم دو تا فوش هم میدم، میگم بابا چجوری در مورد همه چیز اینقدر راحت حرف میزنی و اینا، ولی میگم خب میدونید داره واقعا یه سری رو کمک میکنه. و منم میدونی برای منم واقعیتش اینه که تراپیه، یعنی برای تمام مسائلی که برای من پیش اومده توی زندگیم این اوپننس برای منم یو نو فری تراپیه و یعنی هم منو داره کمک میکنه هم شنونده رو. خلاصه خیلی خیلی حال داد که اومدی. یادتون نره نازنین رو میتونید توی سکسولوژی پادکست توی وبسایتش توی اینستاگرام پیدا بکنید و میام خیلی خوشحال میشم بازم برگردی توی برنامه با هم بتونیم حرف بزنیم. خب خیلی ممنون که منو دعوت کردی، باعث افتخارمه که برگردم، ممنونم از این فرصتی که به من دادی. قربونت برم نازنین جون، پس میبینمت. مرسی، خداحافظ. امشب تو باید بمونی پیش من تو این تخت خواب.